خب سلام دوستان عزیز، من لایو قطع کردم دوباره گرفتم ببینم که میشه یا نه. لایو قطع کردیم دوباره گرفتیم. سلام سلام، خوبید؟ خیلی خوشحالم. الان درست شد گلم؟ منم که درخواست فرستادم. این بار سلام سلام، اومدم درخواست دادم. سلام، سلام آریان جان. سلام، مهمان اصلی نیومده، مهمان اصلی مون باید بیاد بالا. آره، نمیتونم این استاد چرا این کارا رو میکنه، اصلا متوجه نمیشم. اوکی، میخواین که با پیج هات واین هم بذارم؟ خودت میدونی، نظر خودتو. نه، ما ریپورت نیستیم، ریپورت بدیم نمیدرسیم لایف بذاریم. نه ما ریپورت نیستیم، شاید سرین ریپورت. ها لحظه هانی، برو پایین که مهمان اول بیاد، ببینیم اگه نشد که بریم تو هات پیج هات واین. باشه باشه، من رفتم. حالا اگه اینجا اگه نمیشه بریم تو پیج هات واین لایف بذاریم. امیدوارم بشه دیگه، چون ما خیلی زحمت کشیدیم، این همه حاضر شدیم، مهمان دعوت کردیم، خراب نشه لایف. سلام، درود بر شما، چه درود. خبر ها؟ شما چجور شاهزاده هستین که یه نت درست ندارید، یه اینترنت درست ندارید، یه اینستای درست ندارید؟ این نت من نیست، این نمیتونم، اینستاگرام بازیش گرفته، واقعا بازیش گرفته. این نمیتونم، های یه دقیقه بس میکنه قدم. ولی نت من اینجا عالیه، من الان تو تیک تاک بودم بهترین، اینجا من تو نمایشگاه هستم، بهترین نتو داره. خیلی خوش اومدید، ممنونم که دوباره دعوت کردید. عزیزم چه خبره؟ سلامتی، بذارید من مهمان بعدی رو هم دعوت کنم. ببا. نوش ازم. سلامتی آیا تو من تصویر آقای سرینو ندارم؟ چی گفتی؟ میتونی بری پایین دوباره بیا. من؟ باشه ازم باش. نه این دوست عزیز دنیا جون، تو لایوی کامنت بذار. سرین جان، شما با بچه ها صحبت کنم که من دو تا دوست دیگر رو بیارم بالا. بفرمایید، کسی چیزی داره بگه؟ چه خبرها؟ از کجا میاید؟ از کجا زنگ میزنید؟ تو ایران جا آمریکای جا خارجید؟ چی شده امشب؟ انرژی داری؟ رابطه داشت؟ رابطه خوبی داشتی؟ با کی؟ خب یعنی سکس خوبی داشتی؟ خوشحالی؟ من همیشه سکس خوب دارم. از کجا میدونی؟ خب روحیت خوب شده، به خاطر این گفتم شاید رابطه خوبی داشتی.
پس چی؟ دنیا جون شما چرا اینجوری میشی؟ مگه ندیدی؟ یه سری فیلم جدید بازی کردم. فیلم سوپر جدید؟ بله. آه چه جالب. اوکی. الان میام. دنیا جون چه این فیلم؟ مگه چیز نکردی؟ مگه سینه ها تو پورتز نکردی؟ من نه. مگه سینه نذاشتی؟ من بعضی موقع سوتیان فیک میذارم سینه فیک. من فکر کردم رفتی عمل کردی. نه متاسفانه خیلی دوست دارم. ولی خب پس تو چی نشون میدادی که عمل داری میری بکنی با دکتر؟ الان بهت میگم. بذار من مهمون بیارم. باشه. چی شد؟ برنامه نشد؟ بچه ها خیلی دارید لجبازی میکنید با من دیگه. منو دارم برای همه تون درخواست میدم. اینستا چرا این کار رو با من میکنه؟ دنیا جون میشه کامنت بذاری؟ آخ اومدش. فکر نمی کنم عمل کردن من به شما رفتی داشته باشه. درود بر شما. درود. چه خبر ها؟ فدا شما خوبی؟ سوری عزیزم. قربونه. من نمیدونم اگه که من عمل کردم یا کردم فضولیش به شما پایینیه چرا اومده عزیزم. کی کسی چیزی گفت؟ نه میگن که آره. من نمیدونم واقعا. بعضی موقع فکر میکنم که واقعا شاهزاده سرین راست میگه. حرفاش واقعا جذابه. برای وقتی که واقعا فکر میکنم میگم آره حق داره میگه. خب میدونی این یه مشکلی من بهت قبلا گفتم. یه مشکلی که مردم ایران دارن خیلی الکی میان مثلا میخوام بگن من طرفدارتم چون الان میبینم که مثلا شاید توی اینستاگرام یه اسمت اومده و اینم که چه مرگشونه نمیذارم باید صحبت کنم. نه دارن این مسیج میدن هی جلومو میگیره. خب میخواستم بگم اینا میان تو صحبت ها بعد فقط میخوان درد سر درست کنن. میدونی بعد فکر میکنی که اینا طرفدارتن دارن میان باید صحبت کنن ولی خدایش هیچ کدوم دوستت ندارن الکی میان که فقط اینجا باید صحبت کنن و خودنمایی کنن. میدونی چی میگم؟ آره. بعد این یه مشکل دیگه. مثلا تو اگه دنبال یه کسی میری یا اگه مثلا تو یه کسی رو دوست داری چون از طرف خوشت میاد یا از چیزی که میگه خوشت میاد الکی نمیری دنبال یه کسی که فقط چون میخواد به شهرت رسیده و معروف و دیده میشه. میدونی و این یه مشکل مردم ایرانه. الکی دنبال مردم میرن و فکر میکنه طرف فکر میکنه که اینا دوستشن. شاید تو خیابون ببینه اصلا همین اولین بدترین دشمنت باشه. درسته. خب اوکی حالا تا مهمان بعدی میاد شروع میکنم. خب اوکی خیلی خوش اومدی سرین جان. ممنونم که دوباره دعوت کردی پذیرفتی. من معذرت میخوام بابت دیشب قرار بود لایو بزنیم ولی من یک مشکل امرجنسی برام پیش اومد. من خب اون که بابا مهم نیست. خب اون هر وقت که اومدی خب مرسی دوباره وقتی تو در اختیار من گذاشتی. اگه سلام هست برای بچه‌ها بفرمایید اگه نه که من شروع کن. بچه‌ میخواد بگو. اوکی هانی جان اگه سلامی هست به شاهزاده به دوستان بفرمایید من شروع کنم. سلام. درود و سلام به شاهزاده و بینندگان عزیز در سراسر جهان. همین آرزو موفقیت. اوکی سرین جان دفعه پیش که ما با هم صحبت کردیم شما گفتی که من از ملت ایران کشیدم بیرون چون میدونم ملت ایران بی سوادن، مردم ایران گدان، اینا نمیفهمن لیاقتشون همینه. خب چند روز پیش برای 22 بهمن بود تو دوباره رفته بودی تظاهرات. چرا؟ دیگه شروع نکنم. من 22 بهمن چه تظاهراتی برم؟ نه خب ایران 22 بهمن بود همون روزم که در آمریکا این تظاهرات بود که مردم جمع شده بودن بعد که آقای پهلوی هم اومده بود و شما اونجا رفته بودین که ویدیوشو خودتون گذاشتی. من مراقب بود. نه عزیزم من نرفته بودم. من اون ویدئویی که گذاشتم مال قبل بود که اینا میرفتن از پهلوی طرفداری میکردن که من میگفتم مگه شما احمقید خرید که دارید میرید از پهلوی طرفداری میکنید
ولی وقتی که دیگه پهلوی اومد خودنمایی کنه من نرفتم، چون که این اولی که اومده بود یادته که عکساشو همه جا میذاشت، من به مردم میگفتم این میخواد بیاد خودشو نشون بده، 40 سال سکوت کرده، الان اومده خودشیرینی کنه. بعدن هم تو این تظاهراتی که الان اومده دیگه، اولا اومده بود میگه بین مردم راه میرفت، یادته که میگه من این آدمی ام، یعنی بادیگارد نینا نداشت. این دفعه که اومده آنتراژ داره، بادیگارد داره، ماشین اومده با ماشین این شکی شک میکنه، یعنی آقا دیگه سلام خوبین. ولی موقعی که اومده بود نه که نمیدونست مردم باید چطوری رفتار میکنن. سلام آریان، سلام دارین. همه رو بغل میکرد و میگفت ما مردمی هستیم. الان نه دیگه، الان سوار ماشینش میشه، فردا با جتش میاد. خب عزیزم، مثلا در همه جای دنیا فرقی نمی کنه، وقتی که تو یک هنرمند باشی به یه آدم مشهور یا معروف یا فیمس باشی هیچ وقت امنیت نداری. خب این کارو دلان... قبل نکرد عزیزم. اگه من برم بیرون، اگه با نیروی امنیتی برم بیرون، همیشه با نیروی امنیتی میرم بیرون. اگه من به همتون دارم میگم، مثلا اگه یه جایی برم، مثلا اگه بخواد بادیگارد بیاد یا نیاد، از اولش خودتون میدونید میاد یا نمیاد. یه دقیقه نمیام الکی راه بیام بیرون بگم من مردمی هستم، ببینید با مردم دارم راه میرم، بعد یه دقیقه دیگه بیام بیرون 10 تا پشت آدمم ایستاده. درسته؟ درسته. خب لطفا بذارید کنار. اگه میخواد با بادیگارد بیاد، با بادیگاردت بیا گمشو بیرون، هر چی میخوای بگو. ولی اگه میخوای بگی من مردمی هستم، میای مردمو تو خیابون بغل میکنی. مسیح علی نژاد میگه من مردمی ام، با مردم راه میرم. اگه تو فردا ببینی مسیح علی نژاد با بادیگارد اومده و آنتراژ دورش داره و سوار هواپیما شده این شکلی شک میکنه، اون موقع میگه خب چی شد؟ خب پس اون فرق داره تا بخوای کسی بگی معروف شده. میدونی چی میگم؟ درسته. مثلا اگه کیم کارداشیان بیاد بیرون، همیشه با بادیگارد میاد بیرون، ولی اون همیشه با بادیگارد بود. یه دقیقه نمیاد بگه که من مردمی هستم، بادیگارد ندارم، یه دقیقه با بادیگارد بیاد بیرون. همه میدونن که وقتی کیم کارداشیان میاد بیرون همیشه بادیگارد داره. بله درسته. خب من خب اهل سیاست زیاد نیستم، ولی خب چون شما بیشتر تو سیاست هستین و 5 دهه زندگی کردین، 50 بهار زندگی رو دیدین، علمتون تو سیاست بیشتر از منه. خب نظر خودت چیه مثلا برای ایران؟ چه مثلا چه آینده‌ای رو می‌بینی و فکر می‌کنی چی میشه؟ بفرمایید. این طوری که مردم دارن میرن جلو، خب این حکومت دوباره دست به دست میشه. بله. وقتی که مردم صداشون رو ببرن بالا، این خود مریم رجوی که قبلا توی ایران مردم ها رو میکشت و میگفتن مرگ بر آمریکا، بعدا هم قشنگ داره تو آمریکا زندگی میکنه و با خود مایک پامپیو و پنس و اینا عکس میگیره، همین هم پا میشه دوباره میاد تو ایران، دوباره همین آش همین کاسه، دوباره مردم رو سرکوب میکنن، تو سرشون میزنن، این نفت بحرین که گفتم اون شد و 40 سال تموم نشد، غارت کردن، همین کارا رو دوباره میکنن. ولی مردم شاید یه ذره آزادیشون بیشتر باشه، یه روسری روسر نکنن، ولی هیچ وقت آزادی کامل ندارید. هم پهلوی هم تحت حکومت شیعه مسلمانیه، همیشه دوباره همجنسگرایان رو اذیت میکنن و به همجنسگرایان همون تهمتهای قدیمی رو میزنن که بگن شما هیچ وقت ازدواج نمیتونید بکنید، شما کونی هستید، شما ابنه ای هستید، این لغتایی که واسه همجنسگرایان استفاده میکنن توی ایران، همین آش همین کاسه. خب حالا شما چرا اینقدر گیر دادین به اقلیت جنسی؟ اقلیت جنسی یک خود داریم یه اقلیتن، ما در مورد عموم صحبت میکنیم. الان مظلم ما اقلیت جنسی نیست که یکی به من بگه من کونی نیستم، نمیدونم من گیم، یا ایشون ترنس نیستن. ما در مورد عموم میخوام صحبت کنیم، در مورد اقتصاد آرامش. عزیزم تو وقتی تو یه کشوری میری، اینه توی تو یه جواهر فروش میری که بگه من این نگین رو دارم و ندارم. اگه تو مثلا تو بری توی یه جواهر فروشی بگه من یاقوت ندارم، خوشت میاد؟ نه. تو وقتی میری جواهر فروشی میخوای همه چی داشته باشه، زمرد داشته باشه، یاقوت داشته باشه، الماس داشته باشه، همه چی. اون موقع میدونی چی انتخاب میکنی. همینطوره هم مثل یه کشوره. اگه تو توی یه کشوری بیاد که بدونی اون همجنسگرایانش آزادی ندارن، تو اون کشور اقتصاد نمیذاری، تو اون کشور سرمایه گذاری نمیکنی، واسه همین هیچ وقت به تمدن نمیرسه. و اگه مردم ایران بخوان ایران به تمدن برسه، باید به همه همجنسگرایان آزادی بدن، باید به همه ترنس آزادی بدن، باید تمام مردم ایران همشون توی راحت و رفاه زندگی کنن. اون روزه که مردم سرمایه گذارای ثروتمند میان به ایران، اون روزیه که ایران به تمدن میرسه. و تا روزی که شیعه باشه و اسلام باشه و این کثافتکاری های پهلوی و ملاها باشه، هیچ وقت به اونجا نمیرسه، چون اینا نمیذارن، جلوی تمدن رو میگیرن.
و واسه همین ایران به تمدن نمیرسه عزیزم. همین چند وقت پیش آمریکا میدونی چی گفت؟ خود رئیس جمهور شما توی آمریکا گفت ما قدرتمندترین کشور توی دنیاییم. وقتی که ما یه جایی یه آمریکایی میره همه میگن تو آمریکایی، تو بهترین آدم دنیایی. ببین همین چیزی که من قبلا به شما گفتم، گفتم اینا از ما پارسیان متنفرن، چون اینا میخوان ما رو انقدر پایین بیارن که تو اصلا نخواد به دهنت بگی من پارسی هستم، که بگن آمریکایی‌ها از ما بهترن، که وقتی تو بری بیرون بگی من آمریکاییم همه واسط سجده کنن، ولی وقتی بگی ایرانیم بگم تو تروریستی، تو هنومزادهی، تو دزدی. ببین این کاریه که آمریکا میخواد بکنه و رئیس جمهورش توی این هفته گفت تو تلویزیون. عزیزم سرین جان، وقتی که در مورد آمریکا صحبت میکنی، اگر آمریکا که با خودش الان مثلا بهترین قاره دنیاست، به پول با ارزشی داره، پاس خوبی داره، مردمش احترام دارن، چون خودشون این زمینه رو برای خودشون ایجاد کردن، تعهد داشتن، متحد بودن با هم و این احترام رو برای خودشون داشتن، برای مردم ایران هم این بودن، از آمریکایی‌ها بهتر بودن، ولی به نظر من چون مردم ایران تعهد ندارن و با هم همین این به وجود اومده، درسته؟ آفرین. و یه چیزی دیگه و وقتی این که خب سالها هزاران زحمت کشیدن، 415 سال زحمتشون تا امروز به اینجا رسیدن و اینکه بگن خب اینجوری، وقتی بعد شما خودت در آمریکا زندگی میکنی، چجوری وقتی که مثلا خودت آمریکا به تو پناه داده داره زندگی میکنی؟ آمریکا به من پناه نداده. چجوری نداده؟ الان تو که میدونی یکی از سخت‌ترین کشورهایی که میشه وارد شد آمریکاست، که خیلی ورود سخته. من علتی که اومدم توی آمریکا که تمام کثافت‌کاری آمریکا رو به دنیا بگم، اگه من همین کارو توی یک کشور دیگه میکردم، میدونی شما به من چی میگفتید؟ میگفتید جرأت داری برو آمریکا اینا رو بگو، تو اینجا تو خارج نشستی تو اروپا داری زرزر میزنی. من اومدم تو آمریکا که به همه شما بگم سازمان سیاهی که مجاهدین رو حمایت میکنه، سازمان سیاهی که داره پهلوی رو حمایت میکنه، سازمان سیاهی که داره حزب الله رو حمایت میکنه. اومدم توی آمریکا که به شما محسن صفایی رو نشون بدم، اومدم توی آمریکا که به شما سلیمانی رو نشون بدم، همین چیزایی که توی اخبار دیدید. من اینا رو قبل از اومدم تو آمریکا که به شما بگم مسیح علی نژاد داره میاد آمریکا، واسهتون نخست وزیر جدید دارن، تمام این اتفاقایی که داره میفته من از قبل به شما گفته بودم عزیزم، واسه همین من اومدم آمریکا و همین چیزام به خود مردم آمریکا گفته بودم، گفته بودم که از من حمایت کنید، اگه از من حمایت نکنید خودتون رو بدبخت میکنن. واسه همین الان مردم آمریکا عاقل ترن، از من حمایت کردن و تمام کسایم که الان توی آمریکا هستن میدونن که همین آزادیایی که دارن مدیون حقوق کامل بشر هستن. و من از روز اولی که تو آمریکا اومدم اینو به همه آمریکایی‌ها گفتم، گفتم حتی اگه هر کاری بکنن واسه حقوق کامل بشر همیشه باید متحد باشید و همیشه واسش بجنگید. واسه همین گیا توی آمریکا سال 2008 آزادیشون رو به دست گرفتن. واسه همین توی کانادا خود تناز مهربانو ببین به زور رفت واکسن زد، تو آمریکا مندتوری نشد. واسه همینه، واسه این حقوق کامل بشره. اگه من توی آمریکا نبودم عزیزم اینجا همه به زور واکسنی می‌شدن، نمی‌ذاشتم بشه، چون من خودم با 1,000,000 طرفدارم نذاشتم. خب الان نقش شما چی در آمریکا، چه کاری کردی؟ مثلا نقش من آزادی کامل بشره و وقتی که من اومدم توی آمریکا همه همجنسگرایان آمریکا رو من اصلا بیدار کردم و اینا آزادیشون رو گرفتن. اگه من تو آمریکا نبودم اینا الان این آزادی که می‌بینی نداشتن. من اومدم تو آمریکا 2001 شروع کردم پورن درست کردن و فیلم‌ها و عکس‌های لختم و همه جا پخش کردم که قانونی نبود. اینا چشم و گوششون باز شد. چشم و گوش باز شد. همینطور که درسته. اگه من این نن سکینه رو نمی‌کردم، رو سری درارم و بسترشون کنم، اینا چشم و گوششون باز می‌شد. یادته که اینا همه از 8 سال جنگ با یک از سال 2001 عزیزم تا امروز من دارم میجنگم. روز اولی که این کاریکاتور رو درست میکردم اینا زیر پستای من فوش میدادن به من. چه فوشای میدادن. من روزی که من گفتم الله اینا رو آتیش زده بودم، قرآن زده بودم، گفتم ما تو رو میکشه، ما تو رو تیکه پاره میکنیم، ما تو رو این میکنیم، الان میان گل به سرم میزنن. سوال من همینه. الان خب ما میدونیم که در دنیا تعداد مسلمان ها خیلی خیلی بیشتر از تعداد مسلمان‌های دنیا خیلی بیشتر از دیگر دین‌های دیگر است و من موندم چجوری تو با این همه توهینی که به قرآن و به مسلمان می‌کنی و هنوز زنده‌ای؟ بله منم دارم بهت همین رو میگم،
چرا؟ کاری که من کردم عزیزم، کاری که من کردم، من بت شکنی کردم. من یه کاری کردم که خود کاری که هیچ کسی اجازه نداشت بکنه، هیچ کسی تا حالا زنده نبود بکنه، کردم و مردم دیگه چشم و گوششون باز شد، گفت خب منم میکنم، کسی دیگه نتونست کاری کنه. و خود تحملی که این مسلمونا قبلا نداشتن دیگه مجبور شدن داشته باشن. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی من میگم قرآن تو کون، این قدیم اصلا تو نمیتونستی به دهن بگی، الان خود مسلمونا میخندن. ببین این شد کمدی. تو خود اخبارم میگه آره، یعنی وقتی میگه آره یعنی قرآن به کون شدی. این یه چیز عادی شد، ولی قدیم تو اصلا نمیتونستی اینو بگی. تو اینو میگفتی میمدن همین فردا تو رو میکشتن. خب منم همینو میگم، چجوری تو با اینکه اینقدر توهین میکنی به مسلمونا، به ایرانیا، به قرآن و اول گفتم نه. گفتم اینا که چوس منم نیستن نمیتونن شاهزاده بکشن. من از روز اول گفتم، گفتم این قدرتیه که من دارم و واسه همین اینا نمیتونن گوهی بخورن. و من خب اوکی من ولی من با این موافق نیستم، چون ما خیلی به نظر خودم، یعنی اینکه تو میگی تو اینا چوس من نیستن، به نظر من یعنی از بین بردن تو خیلی کار سختی نیست برای این نیستم. اگه بود اگه نبود میکردم، چرا نه؟ خب اوکی حالا من میدونی به از کی منو میخوای من برو اصلا تو شب رنگ پارس، تو از اولین حزب الله سربازای گمنام امام عج، یعنی اسمشو بیاری اینا رو خودشون میرینن، ابو یاسر، ابو دیس، ابو دهد، اینا میگفتن تو بر ضد جمهوری اسلامی بگی خیلی واسه بعد تموم میشه ها، خیلی واسه بعد تموم. هیچی، هر چی تهدید کردن هیچی. مولای میبند میگه ما تو رو میکشیم، ما تو رو تیک پاره میکنیم، ما هیچی، فقط صفحه همو تونستن ببندن. درسته که کردن جلوی چشتون، تونستن سانسور کنن. درسته، اگر بخوایم از یک ناحیه دیگه نگاه کنیم، از یه جوری دیگه حساب کنیم، حالا تو میگی اونا چوس من نیستن، اگه اونها بگن که مثلا ببخشید اینجوری میگم شاهزاده جون، بگن این کسخل روان پریش این دیوونه است بهت کار نداشته باشن چی؟ اگه اون طور بود چرا تهدید میدادن؟ چرا میگن ما تو رو میکشیم؟ اگه این طور بود چرا به دیوونه میگن ما تو رو میکشیم؟ مگه تهدید رو ندیدی؟ توی تهدید میگه ما تو رو میکشیم. بله من که نیدم. خب حالا اینجا حساب میکنم از مهمان میکنستی، اینم تو اینجا دارم الان، خود تهدید آخونده که میگه ما تو رو میکشیم، تو برزه فقط صدا نشون اسلامی ایران صدا رو صحبت بکنی، یعنی دخلت اومده. خب اگه تو یه همچی چیزایی میخوای بگی سبده پیداش کنم، همه با اینجا گذاشتمش، همه اینا رو دارم. خب بگو تا اینو من پیدا میکنم چیزایی که دوست داری بگی. خب این یکی از سربازای گمنام امام عجا که ببین اینم نوشته، نگاه بسم الله الرحمن الرحیم. من صدا تو دبی داره میاد کالیفرنیا، ببین سرتو میزن چی شو؟ چه تهدیدای پوچ جمهوری اسلامی این عزیزم، فقط با تهدید قدرت شده. اینا چوسن، قدرت ندارن. تهدید با تهدید میکنه آدم رو بترسونه. نگاه کن مولا، اینو خودم گفتم ثابتم اینا مولا. نگاه سرین ملعون، بهت هشدار داده بودم که پیجت رو میبندم، پیجو بس. درسته، ببین شوخی گرفتم. این قدرت جوان جنگ نر، دفعه بعد مثل سگ خواهم کشت. چی شو؟ چی شو؟ خونت کش؟ نه چوسه، امامه به سر چوسه، اگه میتونست بکشه میکش. چوسه عزیزم ببین، الماس بی عیب و نقص، مگه هر کسی میتونه بگه من الماس بی عیب و نقص؟ نه عزیزم، مگه این مولای چوسو میتونه نزدیک این بشه که بخواد نزدیک من بشه؟ این اصلا نزدیک الماس میذاره؟ این بیاد تو این مغازه نمایشگاه، 4-6 تا بادیگارد چوب تو کونش میکنن، به خدا کونش میذارن. فقط یه چیزی این اگه بخواد این مولا بیا تو این نمایش. الان ببین آدرس من توی صفحه است، درسته؟ آدرس من توی صفحه است. این مولا هم یه گالامی تروریسم رو زد. میدونی چرا این نمایشگاهی که از این نمایشگاه اینقدر امنیتش بالاتره که از جای ترامپ که هستش امنیتش بالاتره؟ اینجا گرون قیمت ترین جواهرهای دنیا رو اینجا میذارن. این چطوری بتونه پاشو بیاد اینجا؟ چطوری؟ فکرشو بکن. 6 تا پاین گارده، همه جا دوربینه، یه راست هم بس شده به تمام پلیسای دنیا و هلیکوپتر و همه چی. این اصلا نمیتونه نزدیکشه، واسه همین الکی تهدید میکنه. اگه میتونه درسته که میکنه، معلومه میکنه. بله فقط یه خواهشی که ازت دارم،
چون لایو من یک لایو مردمیه و از هر اقلیتی و از هر دینی هست، لطفا میکنم از الفاظ توهین‌آمیز استفاده نکن. باشه، ولی خب چیزی که گفتی مثلا از طرف همین ملاها، اینا اگه قدرت داشتن که الکی حرف بزنن میکردن، ولی قدرت ندارن از این. بله، فقط یکم از الفاظ، چون دایوای من همه هستن، خانوم بچه، فقط از الفاظ توهین‌آمیز استفاده نکن. هر کسی آخوند، مسلمون، کافر، گی، ترنس، هر کس احترام سر جاشه. خب هانی جان، نظر در مورد مهمان عزیز چیه؟ مهمان عزیز گفتن که اینا مثلا دستشون به من نمیرسه، از من میترسن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. بفرمایید. درود بر شما عزیزم. درود. نظر شخصی من، چیزی که خودم اعتقاد دارم اینه که خب سرین جان امنیتشون هر لحظه در خطره، چون اگه یه مسلمان افراطی شما رو پیدا کنن مثلا تو خیابون ببینن و بشناسنتون، قطعا ممکنه بهتون تیراندازی کنن یا بلای سرتون بیارن. و اگه خب ارگانهای اصلی قصد ترورتون رو ندارن، شاید براشون مهم نیست، شاید مثلا انقدر دیگه جدی نگرفتنتون. عزیزم یه چیزی، الان تو خود آمریکا مگه دوز نیست؟ ببین از اینی که من میپوشم، نگاه همین این کردم بند، نگاه عزیزم، این بالای قیمتشو که کسی نمیدونه، این بالای 2 میلیون دلاره. تو فکر کردی من اگه با این تو خیابون را بیفتم نمیافتن دنبالم؟ خود اصلا آدمایی که اصلا مذهبی نیستن، دوزن، پول میخوان، درسته؟ تو اگه پول بخوای میگی میرم دوزی میکنن، خب میگی من میرم چند میلیون دلار گیرم میاد چیزاشو میدوزن. تو خود خیابون راه میری یه رولکس داشته باشی، کلتو میبرن ازت میگیرن. خب عزیزم، من جاهایی که میرم با چیزی که میکنم، هر لوزر یا هر دیوونه ای رو که نمیتونم بیاد منو ببینه، میدونی؟ هر آدمی که تو خیابون راه بیفته اصلا نمیتونه نزدیک من بشه. خب واسه همین من از اون ترسی ندارم. نه آخه سرین جان، میدونین توی آمریکا خب حمل سلاح آزاده و این خیلی بده. مثلا شما فکر کنید چطوری نزدیک من شه؟ خب شما فکر کنید با همسایتون مشکل دارین یا مثلا با رفیقتون مشکل دارین، این فردا میاد یه شاتگان میزنه رو سرتون، جواراتتون هم میدزده، خب چطوری میتونه منو ببینه؟ جنازتون هم فیلم میگیره میذاره این استا. خب چطوری میتونه منو ببینه؟ مگه شهر خب شورته؟ بالاخره شما تو جامعه هستین دیگه، بالاخره آدما میبیننتون، شما آدما رو میبینین. خب من دارم میگم به اون آسونیا نیست. اگه تو مثلا یه کسی که یه چیزی بخواد، مگه اینجا آدم کمه؟ ولی به اون طوری نیست که بخوای هر کسی رو بخوای ببینی. اگه اون طوری بود که تا حالا میگم جسد من همه جا افتاده بود. من خودم در هر صورت، ولی خب امنیت شما کاملا در خطره، حتی در خود آمریکا. نمیدونم، ولی به نظرم من اگه جای شما بودم، این چیزا رو نمیگفتم، چون امنیت خودم به خطر میفته. نه عزیزم، به اون چیزا نیست، چون من گفتم من هیچ ترسی ندارم، هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون گفتم آدمای حتی عدد مذهبی هم نباشه، آدم دوز زیاده، دوز که پول میخواد. درست خواهر، دوز که همه جا هست، ولی خب در کل غیر از دوست، خب مسائل اونم مهمه دیگه. شما به خاطر عقایدتون خیلی در خطرین، چیزی که دارین میگین، چیزی که بیانش میکنین. خب الان تو جهان 1,200,000,000 مسلمان وجود داره. تصویرشون رفته، تصویرتو ببند دنیا تا میایی بالا. خب من اومدم بالا، اینا تصویرشون نیست. افتادم، فکر کنم ایشون ریپ بودن، افتادم پایین. بذار من تنظیم کنم. سلام، چطوری؟ سلام دنیا جون، خوبی؟ هانی چطوری؟ سرین جان برگشتین کامنت بذاریم. ولی خب در کل میخوام اینو بگم، مثلا خب توهین کردن آدم رو به جایی نمیرسونه. الان منم خب بیام بشینم صبح تا شب به این فوش بدم، به اون فوش بدم، جز دشمن تراشیدن واسه خودم کار دیگه ای نمی کنم.
بذاری من مهمان دعوت کردم دوباره. تو که نخور هیمن زنی که یعوضی میگه دیوونه. سلام بچه‌ها. خب اوکی هانی جان، شما نام خدا مسلمان هستین درسته؟ بله. خب اوکی، شما مسلمان هستین، شیعه امام علی هستین، شما به عنوان یک شیعه حسینی نظرتون چیه؟ بخواین از خودتون، چون خب ما الان این لایو چالشیه، لایو توهین نیست، لایو چالشیه. ایشون به مسلمان ها توهین میکنن، به شیعه ها توهین میکنن، به ایرانی ها توهین میکنن، نظر شما چیه؟ اگه بخوای از خودت دفاع کنی و اگه بخوای به عنوان یک نام خدا مسلمان از خودت دفاع کنی و ایشون رو به راه راست هدایت کنی چیه؟ بفرم. خب ببینید سرین جان، آغوش اسلام به روی همه بازه. دین اسلام دین خداست، دینیه که همه بنده‌هاش رو دوست داره و هر لحظه توبه بنده‌هاش رو میپذیره. به نظرم تا دیر نشده برگرد و این کفر رو بذار کنار، این گناه بزرگ رو بذار کنار. تو توی ایران تحت شستشو مغزی هستی عزیزم. اولا همینی که تو پارسی باشی و بخوای بری دنبال یه دینی که با عربای جنایتکار سهرانشینه، جای تعصب و سرنگ زن غیر قابل اندیشه است. و این دین پارسی ها زرتشت، اگه یک کسی بخواد مذهبی باشه، اگه بخواد، من شنیدم زرتشت دین آتش پرستیه. نه عزیزم، اهورامزدا خدای نوره که الان خود دانشمندا میگن ما از نور اومدیم. ترپس وان یه نور قرمزه که از اون نور تو خیلی قدیما میگفتن نوریه که پروردگاره، یعنی توی همه ماها یه نوره، یعنی خود تو یه خدا هستی، همه ماها مثل یک نوری از خدا هستی. و این از اهورامزدا میاد. چی میگی آتش پرستی؟ اینا چرت و پرتایی که تو ایران پخش کردن. اینا کسایی هستن که دشمن پارس هستن و خواستن حکومت پارس رو نابود کنن، حقوق کامل بشر رو بگیرن. همین عربا بودن که اومدن حمله کردن و تجاوز کردن. ولی اسلام دین ما نه نه ما از کجا نوشته عربا تجاوز کردن؟ اصلا همچین چیزی صحت نداره آقای سرین. اگه تاریخ ایران رو بلد نیستی بی سوادی. تمام عربای نه خانم سرین، اصلا همچین چیزی نیستش. عربا خیلی به ایران لطف داشتن و اسلام عزیز رو به ایران وارد کردن و مردم رو مسلمان کردن. بله بزور. اصلا همچین چیزی نیست. خب که عربا تجاوز کردن، این شایعه محضه. خب سواد نداری، برو تاریخ رو بخون یاد میگیری. نه اصلا تاریخ رو کی نوشته؟ یه مش کافر. هر چی قرآن میگه. اگه تو میخوای بگی حکومت پارس و پارسی ها کافرن، اگه تو میخوای بگی خود همین نشان تاج از نظر من اونا همشون آتش پرستن. کامل ترین دین جهان دین اسلامه. من فقط دین اسلام رو قبول دارم. خب اگه دین اسلام، ببین عزیز دل من، آدریانا تو خودت داری میگی مشکل ایران چیه؟ ایشونه. خب شما بفهمید، قانع کنید ایشونا. هانی جون ادامه بدید. من چطور قانع بکنم؟ ایشون سر و بعدش نه آخه سر اینجا شما عقایدتون هنوز شما چه دینی رو دارین؟ شما آتش پرست هستین؟ خب شما الان که میگین من بی خدا هم، الان معلوم نیست شما اصلا مسلمون میدونی به تو چی میگن؟ اسم تو چیه؟ تو کشور مسلمون میدونی اسم تو چیه؟ چیه؟ قوم لعوت شما بهشون بگید درود بر شما. قوم لعوت شما شما به ایشون بگو تو کشور مسلمون به ایشون چه لقبی میدن؟ آره اینا همه چیز میدونن. خوشون زدن کوچه علی چا. آفرین. چرا؟ بله خب نه من کامل میدونم، خدا شو من در آغوش باز اسلام قرار دارم، تا حالا هیچ آسیبی ندیدم. تو باید که از اون نوچای جمهوری اسلامی باشی. یا اومده اینکه این طور بازی ها خطرناکه. سیری نیست، این خواب آخونداست، مگه نمیدونی؟ این خیلی خطرناکه. این جور آدما آدم زیر خواب آخوندا باشه ولی زیر خواب کافرا نباشه. آره دیگه معلومه. زیر خواب ترین کافر سر و پات خودت میشی عزیزم. تو رو این اگه مولا در نه سری اینجا آدم بهتره که زیرخواب مسلمون عزیز باشه، زیرخواب یه آخون باشه، به زیرخواب یه غربی کافر نجستی که خدا رو هم قبول نداره نباشه. شما که الان میگفتی نمیخوای نشاط پرست باشی، چی شو؟ چه عوض شدی؟ من اصلا نجات پرست نیستم. من میگم آدم بهتره که زیرخواب یه آخون باشه تا زیرخواب یه غربی فاحشه. خب دیگه خب باید آخوندا به ایران خوب بده. خوب بده میده خواهر میده من میده
تو معلومه که از اونها من اگه میخواستم بگم تا الان مرده بودم من قد داده بودم ولی میبینی که سالمم. سالمی؟ کجات سالمه؟ من چه میدونم؟ اگه من تون تو دیدم من سالمی نمیبینم. شلوارتو بکش والا من که خدا رو شکر هر ماه یه چکاپ کامل میگیرم، وضعیت سلامتم کاملا اوکیه. شما رو نمیدونم خانم سرین، نمیدونم چه شرایطی داری عزیزم. تو مغزت خرابه، میدونی چرا؟ چون تو اولا خیلی من اصلا چه رنگی عوض کرد. ببین همین آجیانا به درم میگم همچین آدم هایی هستن. این شما قبل اومدید که مغز زنده منو شاسده شاسده کرد، الان داری نه چرا داره. من اگه تو لایو شما بودم فقط سکوت کرده بودم که شما صحبت کنین که ببینم چی دارین میگین، فقط برای احترام بوده، وگرنه میتونستم جوابتون رو بدم. اوه اصلا من نمیدونم چی بگین دیگه، دهن منو چیز کرد، تخته کرد. برید و دیر نشده توبه کنین و برگردین به آغوش باز اسلام تا دیر نشده. این اگه که یه چیزی ببین، یه چیزی از دهنم میاد بیرون که تو پخش زنده قول دادم کاری فرق پشت ندهم نمیدم. آقا امام خامنه ای بخشنده است، آقا امام خامنه ای بخشنده است، میبخشه شما رو. اینو فقط به احترام واسه آریان جون میکنم، ولی دور نگی، حرف بی خود نزن و گفتم که برو تاریخ پارس رو بخون و اون موقع یاد میگیری که دین پارسی ها چیه. برین جا آقوش باز امام آقوش خامنه ای برای همه بازه. آقا امام خامنه ای شما رو میبخشه، شما برگردین تا دیر نشده. برگردین مطلوب بشین دهنم رو میدستم به یه خانزاده، یه شاهزاده، یه احترام خاصی میذاشتم. استرمانی عزیزم اینا شاید نه ببین شما واقعا خدا شاهده من این از سر قلب میگم، شما واقعا شاهزاده‌ای که اسمش باشه کنارت هست، ولی آدما نمیدونن چی درسته چی غلطه. تو خیلی چیزا رو تو اینستاگرام به یه شاهزاده نمیتونه، یه شاهزاده نمیتونه بده، یه شاهزاده نمیتونه کونی باشه، یه شاهزاده باید فقط بکن باشه. چرا نمیکنی؟ چرا خودتو خراب میکنی؟ تو هم الان میتونی یه کونی شاهزاده باشی، تو هم یه کونی ملکه باشی. ببین چی داری میگی؟ بعد شاهزاده نمیتونه کونی باشه، یه کونی میتونه کجای دنیا دیگه یه کونی شاهزاده باشه؟ یه کشور واسه هم نام بذار که یه کونی شاهزاده است. خواهر شاهزاده چیز اکتیوه داخل فیلم پورناش همش میکنه. دوستایی برو نگاه کن مترجمه من. اون تو اون اصلا ربطی نداره به این حرفا. ببین کی داره اینم چه حرفی میزنه. چرا؟ اصلا من یک کسی که مفعوله نمیتونه شاهزاده یک کشور باشه. ماتیک زدی تو، یعنی الان چی میخوای بگی اینجا؟ تو چی هستی؟ تو مردی زنی چی؟ تو چی هستی؟ من مردم. تو مردی؟ پس چرا الان ریمل گذاشتی و ماتیک گذاشتی؟ این دکوریه، واسه خوشگلی گذاشتم. چرا میخوای مرد، چرا میخواد خوشگل باشه؟ مگه نه من یه مرد مسلمونم. مرد مسلمونی که میخوای بدی؟ یعنی داره بازی میکنه یا اینجا منو مسخره کردی؟ نه خانم سرین، این لایف هر کسی، این لایف میتونه هر کسی نظر خودش رو بده. اوکی حالا ما از قبل بازیم ندادی. اوکی حالا میریم در من فیلن. هر کسی یه نوع پوششی داره، هر کسی یه عقیده‌ای داره، ولی دلیل نمیشه که شما به این عقیده بقیه توهین کنی. یعنی چی؟ شما تو آمریکا نشستین دارین به آخونده فحش میدین، خب فردا میکشن سر میکنن روش. خدا به خدای به ما توهین میکنین، میگه تو اروپا دارن کافرا میکننتون، شما شاکیا دارن میکننتون. من نگفتم، من گفتم آدم زیرخواب آخون باشه بهتر از اینه که زیرخواب یه کافر باشه. چرا اقا گردن آخونده رو گرفتی خواهر؟ جدی میگم، چون در حقم لطف داشتن. جرس میدم بگو دارم شوخی میکنم، بگو بگو عزیزم. ایشون میده، اونم بهش پول میده، مثلا عاشق آخوند شده، پول نفت رو میگیره و الان از ایشون حتما خوب میده، خوشش اومده، پول بهش بدین. چون ببین من صلاح شما رو میخوام، تو دیر نشده برگردین به آغوش باز اسلام توبه کنید، خواهش میکنه. تو اگه به سن من رسیدی مثل من، واقعا اینو داره راست میگه، واقعا اینو شاهزاده داره راست میگه. تو اگه به سن اون رسیدی این شکلی موندی، تو خودت تو صورت من رسیدی عزیزم، ثروت من رسیدی، به پیشرفت من رسیدی. منم اگه 24 ساعته بوتاکس و فیلر رو هدار شد به سر صورتم بمالم و بزنم و تزریق کنم، منم جوان میمونم. عشقی
خب اوکی حالا صحبتاتون باشه من یکم شما رو ببینم اون موقع بیا زنده. اوکی درست. حالا به هانی جون مرسی، حالا یکم صبر می‌کنی من چند تا سوال جدی دارم بعد میتونید ادامه بدید. سرین جان شما گفتین که شما جابدانه هستید، اگر شما جابدانه بودین چطور پدرتون و مادرتون فوت کردن و مردن؟ عزیزم پدر منو کشتن. خب پدرتون رو کشتن مادر منم که تا موقعی که سنشون بالا بودن خیلی جوان بود، یعنی هر کی مادر من الان مادر من خودش عکس داره نزدیک بروکشیلز که بروکشیلز که از زیباترین زنای جهانه و مادر من از اون خیلی خوشگل تره و مادر من علتی که رفت چون نمیخواست خودش بمونه، روحیش همسال اینطور آدم ها روحیش رو خراب کرده بود و میدونست که و وقتی من این فعالیت رو میکردم مثلا مادر من کاری نداشت. میدونی چی میگفت؟ میگفت این ملت ایران خودشون این انتخابه. من با باورم نمیشد همینطوری که دارم میگم. من الان به این نتیجه رسیدم، به خودت هم گفتم یادته که پخش دایرکت گفتم عزیزم این ملت هر چی سرش بیاد. خود من اینو قدیم نمیدونستم، فکر میکردم یه چیزایی رو نمیدونن. من همه رو گفتم. الان ببینید عکس مادرم علی نژاد رو گذاشتم که داره میگه چیزا رو گفته. اینا رو مردم نمیخوان قبول کنن. الان خود مسیح علی نژاد اومده تو تلویزیون، میدونی چی میگه؟ این که میگفت به ایرانی ها میگفت من با مادرم قهرم، توی آمریکایی‌ها داره کاملا داستانو عوض میکنه. میگه مادر من عاشق منه تو ایران، مادر منو تو ایران دارن کتک میزنن. سرین جان شما حتی مسیح علی نژاد و رضا پهلوی که خب دیگه عقایدشون مثل خود شماست، شما حتی با افرادی که عقایدشون هم مثل خود شماست دشمنین. بعد ما میخواین اسلامو نابود کنین و بعد ایران رو مثل تو هم خفه خون بگیر. من زرتشتی هم کجا شما حتی به کسی که عقایدش مثل شما دارین توهین میکنین. شما حتی با کسی که مثل خودتون فکر میکنن مخالفین. بعد وقت میخواین اسلام رو ریشه‌کن کنین، میخواین ایران رو فتح کنین. من اسلام رو ریشه‌کن میکنم، همسال تو رو ریشه‌کن میکنم. تصویر من از پایان اسلامه. یک دو پهلوی احمق. من زرتشتی هم احمق. نشانه تاج زرتشتی احمق، نه مسلمان. مادر من مگه چادر میکرد رو سرش؟ احمق. این مادر منه احمق. خوشگلترین زن چیز بود دیگه، اسکل پرس. چادره؟ چادر میبینی احمق؟ خوشگلترین که رفته مغازه چادر سرش میکرده، حالا رفته عکس گرفته سرش نکرده. خانمی که میبینی مادر بزرگتینا اون زمان خونهشون ظرف میشستن. حتما جدی دارم میگم. موقعی که میرفته بقالی چادر سرش میکرده رفته گالری عکس بگیره، آتلیه رفته عکس بگیره، یه دقیقه رو سرشو درآورده چادرشو درآورده. مادر توئه. نه احترام بذار واقعا خود منم هیچ وقت الان نگاه میکنی فیلمای پورن هم همه جا میتونی تماشا کنی. آره اینا خب یه پادشاه چجوری میتونه پورن باشه؟ پس اگه پادشاه نکنی چی میکنی؟ سه بچه‌ها ببخشید هانی جان من یه مهمان دیگه هم اومده، یکم دیگه من باشه با دوباره میارم باشه عزیزا. ولی سرین جان توبه کن، خدافظ. برو بده به ملا، برو ملا گایدن تو بدید. این چه چیزیه ها، این دیگه چه عجوبه‌ایه. من دیگه من میدونی اگه این طور آدم رو تو ایرانم من الان استعفا میدم. من دیگه شاهزاده نیستم رسما. واقعا هستن از این طور آدم ها هستن شاهزاده، به خاطر اینکه هیچ اطلاعاتی ندارن در مورد تاجو آب میکنن. اینو الان میرم آب میکنم. سلام شمرین جان، خیلی خوش اومدین. اگه این دین جوونا توی ایرانن همین الان من میرم این نشانه تاج زرتشت رو آب میکنم. تموم شد. خیلی خوب. یه باشه انگشتر درست میکنم. سرین جان شام ایشون هم یه فردی بودن که نظر شخصیشونو گفتن. حالا شما نسبت سنتون نسبت تجربتون باید احترام بذارید. توی ایران، توی افغانستان، توی ترکیه همه گیا رو اذیت میکنن، میکشن، اعدام میکنن. این چطوری الان رفته واسه خودش شده دنبال اونا وقتی که میدونه چه بلایی به سرشون میارن؟ حالا اینا میگم بازی های سیاسی دیگه. اونجا مثلا خود شیری میکنه شاید هم بخواد این پخش زنده رو بره بهشون نشون بده. به مورد شما بر من داره میچرخه. خب نداریش عزیزم؟ نه میخوای دوباره بیای یا نه صداش اوکیه؟ نه یه بار دیگه میرم. درست اجه. این داره میره پایین، تو بمون که اینو دوباره بیارم.
کنم گوشیشون زنگ کنم. آی مادر آی این کمده ببینم بحب. سلام سلام مجدد. الان سلام عزیزم، الان آریان جون و شما ببخشید من اسمتون نمیدونم. دنیا جون و الان شما دو تا دارم، کس دیگه هست لایو؟ نه الان شاهزاده افتاد، من دوباره میارمشون. آریان بچه‌ام کجا خوابیده؟ سلام عزیزم، خوبی شهره جون؟ کم پیدای دلتنگیم. گلزار جون خوبن؟ شراره شم. چی شراره جون ازم؟ شراره جون خوبی؟ سحر جون خوبن؟ دلتنگیم نیستیم. خوبی عزیزم، خیلی خوش اومدیم. ای جانم خدا خوابی رفتیم. اوکی بزن من. خب اوکی شراره جون، اگه سلام است با بچه یکم صحبت کن، من مهمانو بیارم. سلام بچه. دنیا جون شراره جونو میشناسین اگه بخواین آشناشین؟ نه نمیشناسم، من توی تو مجازی نیستم که. من اولین بار میبینم تو. خوشبختم شراره هستم. خوشبختم عزیزم. من چیزم، من یه خورده دوری کردم از دنیای مجازی و یعنی هم فعالیت میکردم، بعد به خاطر یه مسئله دیگه نیستم، یعنی تو اینستا نیستم کلا. اشکال نداره، هم تو برمیگرده دوباره. خب شرر جون این چند وقت کجا بودی؟ چیکار میکردی؟ کم فعالیت شدی؟ لایو نمیذاری؟ چیزی شده؟ نه دیگه، درگیر کار زندگی بودم آریان جون، بعد این رفتم یکم دستکاری کردم لبو. آره دیدم لبات که خودت که کلن زیبا هستی، ولی اونجا که کلیپتو دیدم قشنگ روی اینو واقعیت میگم، وقتی که قشنگ رو صورتت زوم کرده بودم و بودم خاک، گفتم وای خوش فعالش، این شراره چه چشم ابروی خوشگلی داره، کاش ما یه ذره از این زیبایی داشتیم. شما عزیزم خوب هستی؟ آره اینو واقعا گفتم تو دلم که نگاه کردم، گفتم وای خوش فعالش، این چه چشم ابرویی داره، کاش یه ذره ما مثلا از این چشم ابرو داشتیم. بهت افتخار میکنم، خیلی زیبایی، خدا بهت ببخشه. مرو ما چشونه مگه خواهر؟ شرط بدون یه چیز دیگه است. نظر من چشم ابروی خیلی خوشگل دارم. بله صد. خب اوکی به شرار جون، مهمان عزیزمون شاهزاده سرین هستن، اگه میخوان آشنا بشین سلامی هست بفهم، اگه نه ما ادامه بدیم. سلام عزیزم خوبی؟ من اولین بار تو لایو مشترک، قبلا فکر میکنم ببخشید ماما. خوش بختم سلام. درود بر شما، خوب هستی؟ خب اوکی چیز شرر جون، نظر شخصی تو در مورد شاهزاده بگو و اگه دوست داری سوالی داری بپرسدش بفرم. عزیزم آخه شناختی ندارم الان. خب یکم صحبت به چیز شاهزاده جون، یه معرفی کوچیک برای شرر جون بفرمایید دیگه. خدای چیزی واسه گفتن نیست. هر چیزی یکم از عقیده شخصی تون اینا بفرمایید. هستم که نماد آزادی کاملم و واسه حقوق همجنسگرایان و زنان و بر ضد حجاب بردگی و اینا جنگیدم و تنها فقط الکی صحبت نکردم. از سال 2001 اومدم توی آمریکا، لغو حجاب اجباری ایستادگی کردم، ازدواج همجنسگرایان رو قانونی کردم، اولین پون به زبون پارسی رو بازی کردم، یعنی واک واکو کردم. راهو رفتم. افتخار میکنم بهتون. من خب نمیشناختم دیگه زیاد، یعنی تو مجازی فعالیت هیچ چیز نداشتم. عزیزم داریم میگیم شاهزاده، داریم میگیم شاهزاده، شاهزاده ایران بوده، این باید شاهزاده ایران میشده الان. بله عزیزم درسته. خب حالا که من بچه ها چون من یکی یکی میخوام از همه سوال کنم، شرر جون شاهزاده جون عقیدش اینه که خب بر
حجاب اجباری و دوست داره که مثلا در ایران همه چی آزادی باشه، همجنسگرایان، هر کسی هر دینی داره، هر پوششی داره، همه چی اوکی باشه. و 50 سالشون هم هست، 30 ساله دارن فعالیت میکنن ولی به هیچ جا نرسیدن متاسفانه فعالیتشون. و اینکه حالا نظر خودت چیه به عنوان، و اینکه ایشون پرنستار هم هستن، به نظر خودت به عنوان یک شهروند فکر کنی یک زنی هستی که حامی مثلا آزادی هستی، به عنوان خودت میتونی ایشونو به عنوان یه شاهزاده قبول کنی که مثلا شاهزاده‌ای که اصلا به عنوان یه کسی که کون میده دوست داری اونو به یه شاهزاده مثلا میتونی قبول کنی؟ نه. اول اسمم بابت حالا فعالیتایی که داشتم چون خیلی میام حرف میزنم، ولی خب اینکه آدم واقعا بتونه یه کاری پیش ببره خب خیلی خوبه تو دنیای واقع. خب بابت این تبریک میگم، افتخار میکنم. و اینکه اصلا بهت نمیاد 50 سال، چند سال گفتین؟ 40 سال؟ اصلا 50 اصلا حوزه فعالیتشون یعنی زمینه‌ای که حالا دارن فعالیت میکنن من خیلی دوست دارم، یعنی خیلی دوست دارم که حالا هممون بتونیم به نوبه خودمون یه کاری بکنیم تو این زمینه، چون که به نظر منم هر انسانی تک خودش شخصیتا باید اونجوری که فکر میکنه برای زندگیش مناسبه درسته تا زمانی که به بقیه آسیبی نزنه اوکیه، باید همونجوری رو بکنه. یعنی شهر اینو پوشید رنگیش شکلش اینجوری، اصلا گرایشش چیه، اینا هم چیزای شخصیه فوق العاده که یعنی هیچ شخص خارج از هیته، یعنی خارج از حتی اون کسی هم که باش تو رابطه ای، باز من فکر میکنم حق نداره بخواد یعنی تو این چیزا دخالت کنه. الان مثلا اگه ما تصور کنیم که ما 4 تا ملت ایران هستیم، اگه با همین اندیشه بریم جلو، متمنم و به رفترین کشور جهان میرسیم به همین راحتی. ببین اول یک شخصی که بخواد یک کشور رو با هم متحد کنه، و من برزش آدم ها نیستم، من با این که با خود مسلمان ها مشکل دارم، با این که با دین اسلام مشکل دارم، با مسلمان ها مشکل ندارم، چون میدونم مردمی که مسلمانن اینا بعضی ها تحت شستشوی مغزی هستن، مثل یهودی ها، مثل مسیحی ها، اینا آدم هایی هستن که اصلا نمیدونن دین چیه و اینا به آدم های مولا و که ازشون داره سوء استفاده میکنه، که ازشون پول میگیره، اسکوش میکنن، مثل کسایی که با سازمان سیاه هستن و کسایی که با گزارش های دروغ رادیو تلویزیون میرن جلو. ولی مردم اگه یاد بگیرن که به فکر خودشون برن جلو، و هر انسانی الان مثلا ببین خود شما بگی من شهبانو هستم، من اجازه ندارم به تو بگم چطور لباس بپوش، چطور موهاتو کوتاه کن یا کوتاه نکن، تو هر طور دلت میخواد زندگی میکنی، به من هیچ ربطی نداره. و اگه هر انسان اینطوری زندگی میکرد دنیا بهشت بود. دقیقاً. بعد و این میشه به خیلی راحتی میشه. ببین همین 4 تا که ما الان اینجا هستیم، اگه ما خود 4 تا الان ملت ایران بودیم الان اینجا بهشت بود. به خدا الان مردم باورشون نمیشه. همه چی از نظر من سیاسته، یعنی تمام قوانین دنیا، تمام ادیان دنیا، تمام حساب کتابای دنیا، هر دنیا هست اصولا برای کنترل و سیستماتیک کردن آدمی از آدما اومده، خب طراحی شده. بله. هر چند بار این طراحی رو میان خودشون عوض میکنن، حالا یه اسمی، هر کی به یه سبکی، هر کی به یه شکلی، مثلا هر چیزی که شما بگید اگه تو به حقوق کامل بشر ایمان داشته باشی قبول میکنی. حالا آدمایی که به دیدگاه بد نگاه میکنن، شاید مثلا یک کسی نگاه کنه بگه اه من نمیخوام ایشون ملکه باشه، ملکه نباید اینطوری بپوشه، ملکه باید لباسای نجیب بپوشه. ببین این چیزاست که ملت رو خراب کرده. نباید باشه، یعنی همون جوری که هیچ چیزی تو دنیا 100% نیست، هیچ بایدی هم نباید باشه. این یه چیزیه که من اینو با فیلم‌ها و عکسای پونی بت شکنی کردم که به مردم نشون بدم
این هیچ ربطی نداره. توی خود آمریکا الان کاملا هرس شده وایس پرزیدنت. دیدیش که میشناسید کاملا هرس؟ درسته آریان جون؟ میدونی من... کیه؟ کاملا هرس رو میدونی؟ من نه متاسفم. کاملا هرس وایس پرزیدنت آمریکاست که یه خانومه. ایشون الان به عنوان وایس پرزیدنت دیگه لباسای میشه ببخشید از الفاظ فارسی سو من انگلیسی بلد نیستم بفهمید. اسمش کاملا هرسه. ولی ایشون وقتی که میره بیرون لباسایی که میپوشه دیگه لختی مختی اجازه نداره بپوشه. همه لباساش اینطوریه. شده این مولا. خب چرا شما یک زن رو انتخاب کنی به عنوان رئیس جمهور بعد سینه‌شو ببندی؟ زن سینه داره، مرد سینه داره. اگه تو رئیس جمهور هستی من میتونم شاهزاده باشم، رئیس جمهور باشم، اینطوری هم بیام بیرون، سینه هم بندازم بیرون، به کسی ربطی نداره. من بله؟ بگم هر چیزی که به نظر یه جمعیتی از آدم ها تو زمان خودش خیلی چیز عجیب غریب و عیب زشته آره ننگ یا قانون سختیه، اینو همیشه دیدیم. بعد از گذشت مثلا 50 سال 100 سال همون چیز یا مد میشه یا میشه الگو. یه زمانی مثلا تو همون آمریکا یا حالا کشورهای اروپایی مثلا بکارت دختر خیلی مهم بود یا همچین چیزی، تموم شد همچین قضیه تو ایران داره تموم میشه. ولی به زمان خودش یه زمانی همون گفتم یعنی یه چیز خیلی عجیب غریب بود که اصلا آدم ها تو باورشون نمیتونستن قبول کنن که وای یه دختر مثلا بکارتش رو از دست بده بعد بیاد شوهر کنه، وای چرا فلا، اصلا یه چیز عجیب میدونستن. یا اینکه مثلا پوشش خانوما یا اینکه پوشش آقایون، مثلا اگر آقایون یه خورده مثلا رنگای خیلی شاد میپوشیدن یا مثلا یه میکاپ بکنن یا مون کنن همه میگفتن وای فلان، ولی این تو زمان خودش اونجوری بود. بله. از چیزی الانم تو این زمان ما این چیزا یعنی بر مردم خیلی مهمه، بر دولت خیلی مهمه. زمان که از روش بگذره مثلا 50 سال 30 سال آینده که تصور کنیم اصلا این چیزا خنده داره. مثلا آینده خنده میگن چجوری مثلا شما زمانتون رو تایمتون رو مثلا صرف اینجور چیزا کردین؟ مگه واسه اینجور چیزا مثلا شما مبارزه میکردین؟ یعنی یه همچی چیزایی فکر دولت و مردم بوده، مشکلاتشون بوده. اصلا این چیزا خیلی نرمال و عادی و اصلا غیر چیزایی نباید بهشون کرد. ولی یه مشکلی که همه انسان‌ها دارن، این چیزایی که شما میگید کاملا درسته، ولی طی زمانم که میگذره این چیزا رو اگه ماها باسش نجنگیم از دست میدیم. سال ماها چون نفرتیتی بلوتر از زمان خودمونیم. درسته، ولی خود نفرتیتی سال 3000 سال پیش 30000 سال پیش این لخت اومده بود بیرون، یه لباس خیلی نازک پوشیده بود بیرون که به مردم نشون بده لختی بد نیست. ببین چقدر ما عوض شدیم. الان تو حتی بری نقاشی‌های قدیم یونانیا رو نگاه کنی، لخت بودن اینا، لخت می‌چرخیدن. تو خود باستان پارس، پارسی‌های قدیم اینا لخت بودن می‌رفتن. که وقتی عربا رفته بود ریخته بودن ایران حمله کرده بودن، اینا پارسی‌ها رو مثل لخت می‌دیدن. یعنی اینا لباس هم نمی‌پوشن. اینا تمام سنت رو عوض کردن. و واسه همین ماها که برمیگردیم به سنت خودمون اینا نمیخوام. و ماها باید این بت شکنی رو بکنیم. و این بت شکنی که ماها میکنیم، مثلا این طرزی که مثلا خود شما این فکری که میکنی، این فکری که شما میکنی، اینطوری نبود که یه کسی بهت یاد داده. این یه چیزیه که باهاش بزرگ شدی. این انگار تو روح آزاد بوده. یعنی روحته. وقت محدود نبودم که بگم خب کل کهکشان، کل زندگی این قانوناست، این کشوره، این شهر، این محل است، این کره است، این سیاره است، این کهکشان. نه، روز به روز میبینیم دنیا داره بزرگتر میشه، چیزای جدید کشف میشه، چیزای همینجوری هم روز به روز تمام بیشتر چیزایی که روشون تعصب داشتن مردم تازه میفهمن که بابا خیلی هاش یه مش دروغ بوده. از چی؟ خیلی هاش
خرافات بوده که مثلا حالا از بی سوادی یه سری حالا آدم عامی یعنی بی سواد جمع شده، مثلا دلیلش خیلی هم مثلا نه واقعا خوب بوده، حالا به درد خور بوده، ولی اومدن خیلی انقدر تعصب زیاد شده که از اون هیته خودش خارج شده، مثلا دیگه زننده شده. بچه هم یکم سوال بپرسم بعد شما صحبت کنید. سرین جان به نظر تو، من این سوال قبلا هم زیاد ازت پرسیدم ولی من خیلی با این افکار تو مخالفم، این که به نظر تو ما میتونیم در کنار ما میتونیم فرهنگ سازی کنیم و در کنار هم زندگی کنیم ولی با احترام. به نظر تو این راهی که تو میری اشتباه نیست؟ که تو ما نمیخوایم، ما میخوایم یه فرهنگ سازی کنیم، ما میخوایم مثلا ترنس ها رو مثلا به خانواده ها معرفی کنیم که اینها مشکل ندارن، بیمار نیستن، جامعه قبول کنه، دولت قبول کنه. ما اگه بیایم بگیم مثلا دولت رو فوش بدیم، پدر مادر رو فوش بدیم که چرا ما رو قبول نمیکنن، خب این که بدتر میشه. ما باید کنار هم باشیم و این موضوع رو فرهنگ سازی کنیم. ولی راهی که شما داری میری، شما به مسلمان ها میگی قرآن بکون، مسلمان های بی سواد، ایرانی های بی سواد، گدا مدا، خب این چه روشیه اصلا؟ این چه جوری میشه شراره جون این فرهنگ سازی بشه؟ وقتی من میام به شراره توهین کنم، شراره جون لزبیانه، بگم لزبیان ها خرابن، لزبیان ها نمیدونم اینجوری هن، دروغ میگن اینا، ما چجوری میتونم اینو فرهنگ سازی کنم؟ درسته، ولی این چیزی که میگی، من نیومدم که به مسلمان، من که دیوونه نیستم یه های روانی بیام بهشون فوش بدم. اینا پدر منو کشتن، اینا توی ایران دارن مردم رو میکشن، این همین آدمایی رو که الان واسه حجاب دارن علنی میکشن، ببین چقدر بچه کشتن. اینا دروغ میگن و میگن ما نمیکشیم، واسه همین من مجبورم، واسه که این ملت خوابن با فوش برم جلو. اگه ملت مثل شماها فکر میکردن من فوش نمیدادم، اگه من روانی هم بیام فوش بدم، منو تا حالا دیدی تو آمریکا بیام به سازمان CIA فوش بدم تو خیابونا بیفتم؟ نه، باهشون خیلی منطقی صحبت میکنم، ولی با ایرانیایی که توی ایرانن و دارن مردمو میکشن و قاتلن و دروغ گزارش میدن مجبوری فوش بدی. و واسه که خط قرمزشون قرآن بود، من به قرآن شروع کردم بی احترامی کردن و آتیش زدن و له کردن و این کارا، چون که میدونستم خط قرمزه. خواستم به شما نشون بدم که من این خط قرمز رو نابود میکنم و هیچ کاری نمیتونم بکنم، که کردم. و اگه این کارا رو من نمیکردم الان این پاوانه میشد. مگه من اولین کاریکاتور رو نکشیدم که دختر روسری رو گذاشته تو دستش، پاشو گذاشته مله ها؟ وقتی من این کاریکاتور رو کشیدم به من قد فوش میدادن. من اینا رو تو سال 2001 کرده بودم، 23 سو کشید که این چیزا الان بیاد جلو. هی منو به مرگ تهدید کردن، هی جلو پایم سنگ گذاشتن، هی صفای منو زدن. سال چند اینو درست کرده بودین؟ این کاریکاتوری که پا گذاشته بود رو سر آخونده 2008. 2008. خب ولی اون دختری که دختر انقلاب میگفتم مال دو سال پیش بوده، چجوری شما 2008 اون رفته بود اون منبر؟ من میکردم، من میدونستم این اتفاقا میفته، چون این کارا از کجا میدونستین؟ خب من این مسلمان رو میشناسم، من گفتم اینا شما خودتون به خط بالا میرسید، شما اجازه نمیدین طوری جلوتون آدم بکشن، ولی مردم نمیدونستن، سانسور کرده بودن، چون میگفتن ما نمیکشیم، خودشون انتخاب کردن. یعنی به نظر، یعنی تو فکر میکنی که الان فقط مسلمان ها آدم میکشن، مسلمان ها آدم های بدی هستن، یعنی کشورهای غربی مثل آمریکا، کانادا، اروپا، اینا دیگه اشتباهی ندارن، زندان ندارن، فساد و فحشا نیستش؟ از طرف خود یونایتد نیشن یک استادی کردن و تو این آمارگیری که کردن تمام تک تک کشورهایی که مسلمونن، اینا دارن گیا رو اذیت میکنن، بیشترین گیایی که کشته میشن نه ترنس، گی، اینا تو کشورهای اسلامی هستن. ترنس ها رو یه ذره آزادتر میذارن، چون که میگن اینا زن دارن میشن، اگه تو زن بشی کاریت ندارن، به اون اذیتت میکنن تو بعضی جا، بیشتر از گیا نمیکنن. تو ایران میگن بهشون اختلال روانی، شاهزاده نمیگه میخوان زن بشن، میگه اختلال روانی، یعنی بدون تا آخرش دیوونن. یکی ازشو خودمم، یکیشو خودم بودم، بهم گفتن ترنس های روانی شما فکر نکنید الان خیلی شما یارت مریض روانی تو خواهد بید این کار رو بکنید. بعد این اتفاقات تو تمام کشورهای مسلمان میفته عزیزم. درسته، وقت نداریم. سرین جان
خب الان مردم ایران دارن مثلا برای حامی پهلوی و همین خانم مسیح علی نجات هستن، الان اینان برای آزادی دارن می جنگن، برای فرهنگ سازی، برای آزادی دیگه، برای زن، برای همجنسگرایی، برای همه چی. اینا درسته؟ نه نه، خب مگه وقتی واسه خامنه‌ای جنگیدن واسه آزادی بود؟ وقتی واسه خامنه‌ای جنگیدن خاطر همینه. الان من میخوام اینو بدونم، من اطلاعاتی ندارم، خیلی طفل هستم، ولی شما ماشاءالله اطلاعاتتون بیشتره. الان شما نظر شما چیه؟ الان این دو عزیز دارن مثلا میگن میرن دارن رأی میدن، میگن ما وکالت میدیم برای پهلوی. خب اوکی، نقش اینا چیه؟ اینا دنبال چی هستن؟ اینا دارن چی کار میکنن و نقش شما چیه؟ و من فکر کردم شما با ایشون هم عقیده هستیم و دوتاییتون در راه آزادی دارین کار میکنید. اولین چیزی که شما برید بخونید، تاریخ سانسور شده، واسه همین منو سانسور میکنن، واسه همین نمیذارن صفای من بره بالا، زود تو خود آمریکا صفا میبندن، و واسه همینه که من مجبور شدم الان جواهرسازی رو درست کنم با نشان تاج. نشان تاج رو میخوان لغو کنن که کردن، و پهلوی نشان تاج رو ضعیف کرد. چون اگه شما برید قوانین تاج گذاری رو بخونید، میگه شاه ایران باید مسلمان باشه. اگه شاه بعدن پهلوی اجازه نداره با خانواده من ازدواج کنه، میدونستید؟ همچنین اجازه رو نداره. اگه ازدواج بکنه بچهش اجازه نداره شاه یا ملکه بشه. همین این نشون میده به شما که اینو دارن کنترل میکنن که مردم به زور مسلمون بمونن. پس اگه نگاه کنید، هیچ وقت شما از چنگ اسلام آزاد نمیشید تا موقعی که پهلوی پاشو تو ایران بذاره. واسه همین میخوان نشانه تاج رو لغو کنن. حقوق کامل بشر به شما چی یاد میده؟ میگه تمام ادیان با هم مساویان. اگه همه ادیان با هم مساویان، چرا شاه ایران نمیتونه زرتشتی باشه؟ چرا شاه ایران نمیتونه یهودی باشه؟ چرا شاه ایران نمیتونه مسیحی باشه؟ شاه ایران باید مسلمان شیعه باشه. فکر کنید روش. همون موقع میفهمید که این شاه شاه نیست. این یک عروسک خیمه شب‌بازی انگلستان و آمریکاست. همینطوری که بحرین رو گرفت، گفت نفت بحرین تموم شد. چند سال گذشت؟ 40 سال گذشت. نفت بحرین تموم شده؟ نه. پس چی شد؟ گولتون زد. دروغ گفت. پدر منو کشتن. درسته؟ تا حالا دیدی فرای پهلوی بیاد چیزی بگه؟ مگه پدر من تو ارتش شاه نبود؟ چرا فرای پهلوی هیچی نمیگه؟ چرا فرای پهلوی حتی اسم منو تو دهنش نمیاره؟ مادر من چرا هیچی راجع به مادر من نگفت؟ خود مادر منو میخواست بکشه. و واسه همین مادر من کشیده بود کنار، با اون کاری نداشت. و منم خواستم جون مادر خودم رو زیاد تو خطر بذارم، من خودم رو تو خطر گذاشتم، جلوی چشتون همه کار کردم، ولی به همین علت که از مادر من خودم هیچی نگفتم که اونو تو خطر نذارم. ولی فرح پهلوی دیدی دهنشو یک بار باز کنه که از مادر، که فکر میکرد مادر منو کشتن و پدرم رو کشتن، یک بار دفاع کنه؟ یک بار دیدی دفاع کنه؟ نه، انگار اصلا وجود نداره. همین این وقتی که شما مثلا بیای به من شخص آریان توهین کنی، من چجوری میتونم از تو دفاع کنم؟ وقتی تو میگی یه لحظه ببخش، وقتی تو میگی بانو گل گفتی، من تو اتفاقا با هم دعوا کردیم چند وقت پیش. نه، وقتی شما میگی بانو شهر بانو کلفت خونه ما بوده، چجوری میخوای اون از مادر تو دفاع کنی؟ مگه منو تو با هم قبلا دعوا نکردی؟ نه، فیلمات هم هست. آره عزیزم، اومدی فوشکاری کردی، منم بهت فوش شدم، با هم دعوا مبهم کردیم و آخر من با هیچ کسی نه. سوال من این بود عزیزم. وقتی که شما یه لحظه دارم سوال منو جواب بدی، من وقتی الان به شرار جون بخوام توهین کنم، خب شراره چرا باید از من دفاع کنه؟ چرا اسم منو بیاره وقتی من بهش توهین کنم؟ اولا من اول توهین نکردم. روزی که من اومدم توی آمریکا 2001، وکیل گرفتم، با وکیلم رفتم با فرای پهلوی صحبت کردم. فرای پهلوی میدونی چی گفت به وکیلم؟ گفتش که من استعفا دادم، من ملکه نیستم. گفتم که بر ضد حزب الله من میخوام بجنگم و خونه هایی که مصادره شده، زمینم تو فرودگاه مهرآباد که مصادره شده، میخوام پس بگیرم. پول کرایه زمین مهرآباد رو میخوام که الان کردن خمینی، اون مال زمین پدرمه. میدونی فرای پهلوی چی گفت؟ گفت من نمیخوام با جمهوری اسلامی ایران درگیر بشم، من دیگه ملکه نیستم، من استعفا دادم، تمام چیزای امور ایران دست رضاست پسرم. وکیل من با رضا صحبت کرد. گوش کن، وکیل من با رضا. خب راست میگن وقتی که خب اگه آدم منطقی باشه یه لحظه ببخشید، خب خیلی حرف منطقی زدم. وقتی که مثلا من الان
تو یه خونه ای هستم مال خودم نیست و وقتی از این خونه میرم و مثلا همه بیان در خونه من و دنبال آریم بگردن، اینجا دیگه مال من نیست. و در اون زمان که انقلاب شد و ایشون رفتن، خب دیگه جایگاهی نداشتن، امتیازی نداشتن و قدرتی نداشتن که بخوام به شما کمک کنن. و وقتی به شما گفتن نمیتونستن، و وقتی به شما گفتن که ما نمیتونیم کاری بکنیم و شما رو علیه شدیم، چرا خودت تلاش کردی؟ دنبال چی بودی؟ وکیل من که آمریکاییه گفتش که فرای پهلوی اگه تستفای بده که دیکلریشنش رو بنویسن، کیست میره تو دادگاه. اگه فرای پهلوی تستمونی نده، کیس نمیره تو دادگاه. فرای پهلوی بهش گفتم تو باید تستمونی رو بدی، اگه ندی کیس من تو دادگاه نمیره، من نمیتونم با حزب الله بجنگم. گفتم تو نجنگ، من میجنگم، تو اصلا کاری نداشته باش، فقط تستمونی. چرا شمایی که مثلا خودت اینقدر از میگی مهرآباد میکنی، چرا فرار کردی؟ چرا نجنگیدی؟ میخواستی زمین تو بگیری، چرا رفتی؟ خب داری میگی دیگه، من اولا من نرفتم، من اگه تو ایران میموندم منو میکشتن، اعدام میکردن، پدرمو کشتن و منم سانسور میشدم. علتی که من اومدم تو آمریکا که تمام این کثافتکاریاشون رو به همه دنیا بگم، و وقتی من فکر کردم بیام تو آمریکا، اصلا باورم نمیشد که همچین شرایطی گیرم. تو حتی راست میگه، اون دوست عزیزم گفتش که حتی تو هفته پیش به آمریکایی‌ها فوش میدادی، میگفتی فاکین رود اینا رو فیکس کنید، حتی تو جایگاهی که به تو خونه دادن، امنیت دادن، تو داری تو اونجا زندگی میکنی. یعنی چی؟ نه عزیزم، نه ببخشید، من دارم منطقی صحبت میکنم. نمایشگاهی که تو داری الان تو کوستنانه من که نیست، معذرت میخوام، تو آمریکاست دیگه، تو خیابونای آمریکاست. آمریکا ثروت آوردم من، اگه چی داره میگه؟ نگاه کن تمام اینا عزیزم، نگاه چه ثروتی آوردی تو آمریکا؟ تو یه خونه نداری، چه ثروتی آوردی تو آمریکا؟ تو داری آمریکایی ها رو فوش میدی، چه ثروتی آوردی؟ این نگینایی که الان اینجا هست، اینا به تمام کشور آمریکا. الان داشتم با یک کسی تو اروپا صحبت میکردم، دلار آمریکا قیمتش یورو اومده پایین تر، قبلا بالاتر بود، چون تمام این نگینا، تمام این سنگا الان داره میره به چاینا و اروپا، و اینا وقتی که توی این ثروت اومده توی آمریکا، به آمریکا ثروت میده. من اومدم توی آمریکا، من تمام خرج خودم رو میدم، آمریکا به من یه دلارم نداد. من دارم به آمریکایی ها مثل گداها پول میدم. دنیا یا میشه دور لطفاً دنیا جون بشینی یا تصویر تو ببندی، من چشم میخوره دارم گیج میشم. تصویر تو لطفاً ببند یا بشین عشقم، گوشی تو ثابت کن. وقتی که من توی آمریکا هستم عزیزم، دارم خرج خودم رو میدم، دارم به اینا مثل مالیات میدم و اینا هیچی از من کمک نمی کنن. و منم به عنوانی که من حقوق کامل بشرم، وقتی میبینم جاده ها خرابه، من دارم مالیات میدم، معلومه به مردم آمریکا میگم جاده ها رو درست کنی. بله، به مالیات در کشور، اولا که تو پاس آمریکایی نداری و تو یک آمریکایی نیستی و حق اعتراض نداری. خیلی هم خوب دارم عزیزم، نمیشه. نه کجا داری؟ وقتی که تو ببین، تو هیچ تعادل یه لحظه ببخشید، تمام دنیا اجازه بدید لطفا خواهش میکنم طلاهاتو تو لایو نشون نده، چون دفعه پیشم حقوق کامل ببینید. اولا طلاهاتو نشون نده، چون من دفعه پیشم گفتم که اینا رو از جامع بازار خریدی، فقط میاری تو لایو من نشون میدی. این طلا نیست، این حقوق اگه من ببینم توی آمریکا گیا رو اذیت میکنن، اگه ببینم توی آمریکا مگه واکسن اجباری نکردن؟ من مگه نجنگیدم؟ مگه من نه در آمریکا عزیزم، اگر تو میتونی به هر کسی اطلاعات اشتباه بدی، به من یکی نمیتونی بدی. در آمریکا گوش کن، listen to me please، listen to me، اگه تو میتونی به همه اطلاعات اشتباه بدی یه ملتی که تو خاورمیانه زندگی کردن، به من نمیتونی بدی، چون من اطلاعات خیلی زیاده. اولا در آمریکا یه لحظه، اولا در آمریکا اصلا واکسن اجباری نیست. بعض منه نه نبود عزیزم، من خودم اطلاع دارم در آمریکا، اصلا دارم صحبت میکنم. I'm talking. وقتی که من اجازه میدم شما صحبت کنید، اجازه. I'm talking. Okay. Talk. Finish. اولا که در تو در آمریکا که
خب واکسن کرونا اجباری نبود، هر کسی دوست داشت میرفت میزد و الانم خیلی از 350 میلیونی که دارن خیلی دوست داشتن رفتن زدن، خیلی هم نزدن. خب اوکی، این یکی از این. اگه تو نگو که من چیز کردم به خاطر من بود، اگر که آمریکا میخواست به حرف تو گوش کنه، اول تو رو به رسمیت میشناخت، یه گرین کارت بهت میداد که اصلا تو نمیتونی هیچ جا خارج بشی، همیشه تو این خونتی، تو مغازتی، هیچ جایی نرفتی، نمیتونی مسافرتی بری. خب بله. و اینکه ببخشید اینو میگم، و خیلی از بچه‌ها که من توی برام پیام داده بودن میگفتن که شاهزاده سرین به خاطر پدرشون و به خاطر مادرشون رو دست دادن یکم دوچار روان پریشی شدن. آیا درسته یا نه؟ بفرمایید. خب حالا حرفایی که میزنی عزیزم همش بی خوده، چون اولا من هر جای دنیا بخوام میتونم برم. یک. دو، قبلا رفته بودم کانادا و جاهای دیگه رفته بودم که عکساش هم گذاشته بودم، تو خود برفم دارم بازی میکنم و اینا هستش. ولی هر جایی که من میرم من نمیام جار بزنم، چون گفتم واسه امنیت خوب نیست و دشمن و دزد و همه جای دنیا دو... نه یه لحظه ببخشید، گفتین امنیت، اولا شما ثبات رفتاری ندارید شرار خانم، ایشون میگن امنیت، ایشون رفتن آدرس نمایشگاهشون رو بالای صفحه رسمیشون گذاشتن. چه جوری میگم الان شما در مورد چه امنیتی صحبت میکنید؟ تو رفتی مغازه ببخشید بقالی طلا فروشی و استیل فروشی تو بالای پیجت گذاشتی، ولی میخواستی بری کانادا بری تو برف بازی کنی، من نمیگم چون امنیت ندارم. بله عزیزم، It doesn't make sense. اصلا حرفات با هم نمیخونه. میخونه، چون اولا این جایی که من هستم بهت گفتم 6 تا بادیگارد داره، اینجا تو این نمایشگاهی که من هستم بیلیون ها پول نگین های گرونترین نگین های جهان اینجاست، خود این چند میلیون دلاره. خب پس واسه همین اینجا امنیتش بالاست، هیچ کسی نمیتونه بیاد اینجا، خود ترامپ نمیتونه بیاد اینجا، واسه همین اینجا امنیتش بالاست. هر جای دنیا میتونم بگم واسه همین همه جا هم گذاشتم کسی نمیتونه بیاد اینجا. الان هر کی بیاد اینجا راش نمیدن، همه میتونن بیان صف بکشن، راد نمیدن بیان تو. خب واسه همین آدرس گذاشتم، چون خیلی ها میگن آدرسش درست نیست و دروغ و اینا، آدرس گذاشتم ولی هیچ کسی نمیتونه بیاد تو. یک. ولی اگه من برم تو یه کشوری که امنیت نداره، نمیدونی کیه کیه، نمیتونم بگم من الان دارم میام کانادا فردا 10 تا آدم بریزه تو کانادا، چون من کانادا نمیدونم چطوریه اوضاعش. خود من اولین بار رفته بودم اونجا، بعد خود تناز مهربا مثلا میگه بیا منو ببین و اینا، خب من اصلا اونو نمیشناسم، اصلا اونو ببینم شاید اون خودش با چاقو بیفته دنبالم. اون دیوونه دیدی. پس همین نمیشه اعتماد کرد به کسی، من اعتماد نمیکنم، اینو به همه میگم، یعنی حتی ایرانی ها که منو از خارج میان میگن ما تو رو میخوایم ببینیم، من نمیبینم چون من هیچ کسی رو ملاقات نمیکنم واسه امنیت. خب بله سرین جان، به نظر تو این سبک زندگی چجوریه؟ مثلا اینی که من مثلا به شخص خودم، من خیلی مرد چیز هستم، خیلی مردمی هستم، من همه جا میرم بدون ترس و خودم همه جا میگم، خیلی راحتم. این سبک زندگی شما چطوری که مثلا هیچ وقت احساس آرامش ندارید، امنیت ندارید، آیا موافقی یا نه؟ خب این دیگه یه چیزیه که من شاید واسه همین از بچگی اینطوری بودم. من که به دنیا اومدم از بچگی هیچ جا نمیتونستم برم. پدر من خود تو ارتش شاه بود، مجاهدین میخواست ماها رو بکشه، یعنی اینا از اول پدرم هم که کشتن، اینا دشمنای ما بودن. واسه همین خانواده من همیشه امنیت بالا بود و با مردمی نبود. این یعنی من نمیخوام دروغ بگم، من بازی نمیکنم مثل پهلوی، من هیچ وقت هر کسی رو ملاقات نمیکنم اگر این بشناسم یا بدون. خب یه چیزی جواب سوال قبلی من ندیدین، شما گفتین که ما خانوادگی جاودانه هستیم، حالا پدرتون رو میگیم قبول میکنیم چون شهید شدن، ولی مادرتون چی؟ خب من بهت گفتم عزیزم، مادر من خودش این دیگه این عشق زندگی رو از دست داده بود و بدون پدر من خوشحال نبود و این استرس‌ها و این چیزایی که گرفته بود دیگه میدونیم رو سنش گذاشت. و تا موقع زنده بود، چند سالش بود مادرتون؟ موقعی که زنده بود، نگاه الان اینجا چیزش هم گذاشتم، 80 و 80 خورده ای. اینم عکس مادرم که 80 خورده ای بود، ببینید عین یه خانم 40-50 ساله بود و
آره و واسه همین و تازه من نگفتم که ما مثلا جاودانه هستیم، یعنی هیچ وقت نمیریم. من هیچ وقت هم چرفی نگفتم، گفتم ما جاودانه هستیم، گفتم من مثل آدمای دیگه پیر نمیشم. الان تو تمام دنیا رو بری به چرخی ببین، نه من فیلتری گذاشتم، نه فتوشاپی کردم، نه هیچ. الان هم موهام در بود آغونه، همش هم ببین سفید شده، باید برم رنگ بزنم. من 50 سالمه و تو هیچ جای دنیا تو سلبریتیاشونو نمیتونی ببینی که 50 سالشون مثل من باشه. خب نه، من خیلی دیدم و اصلا چیز من خیلی چاق هستم، بدن من بدن خودمه و هیچ وقت هم مریض مثلا همین الان شراره جون شما چند سالته؟ رفتن کرونایی شدم، همم رفتن واکسن زدم. من نه واکسن زدم تو اون موقعی هم که همه کرونایی بودم، بدون ماسک هم این برای اون بر میرفتم و همه کارم هم میکردم. از هیچ چیز هم پس باهمه ندارم. شراره چند سالش شما؟ 35. من 35. خب اوکی، الان شهره 35 سالشه، بدن زیبایی داره، صورت زیبایی داره. من قول میدم 50 سال دیگه هم همینه. بله خب شراره جو، من گفتم پارسی ها این خون جاودانه توی پارسی هاست، ایشون باید دی ان ای پارسی داشته باشه. خب پس شما نگید که من شاهزاده هستم، جاودانه هستم. همه میتونن وقتی که تو وقتی که ببخش. خب من شاهزادم، خب ایشون هم شهبانوه. من نگفتم که ایشون شهبانو نیست. نه. الان ایشون میگه جاودانه هستن، خب میگم ایشون هم دی ان ای جاودانه داره. خب نه، من اصلا به این که یک انسان جاودانه باشه اعتقاد ندارم، چون هر کسی میتونه. خب شرر جون ورزش میکنه، پوست خوبی داره، به خودش میرسه و میتونه 100 سال دیگه به این زیبایی باشه. خب ولی پس به این ربطی نداره که من شاهزاده هستم، جاودانه هستم، خون جاودانه. شرر همین الان ورزش نکنه، غذای بد بخوره، ببخشید پیر میشه، ولی ورزش میکنه، لباس خوب میپوشه، هلفی غذا میخوره، خوب مونده. نه درست نیست، حرف درست نیست. نه من حرف شما رو قبول ندارم. من الان منو میبینید، حالا که ماشاءالله خدا من طفلم، ولی 30 سال دیگه هم منو ببینید من همینم، چون رو هر روز ورزش میکنم. الان من بدن من، تو الان تو بلند شو، بلند شو وایسا، تو من الان بدن من 1% چربی تو بدن من نیست عزیزم. من هر روز ورزش میکنم، هر روز شنا میکنم، هر روز کوهنوردی میکنم، هر روز. خب ببخشید، این اینی که من طفلم، این که جوونم، این که سفیدم، به خاطر ورزشه. من کولا نمیخورم، روغن نمیخورم، گوشت نمیخورم، ماشاءالله سفیدم و طفلم و لاغرم. چه رفتی داره که من جاودانم؟ خب حرف تموم شد. من یه سفید بفهم بفهم مدام جواب همدیگر میدیم، ما هم گوش میکنیم، شما به نتیجه نمیرسید. هی خب نظر خامی وسط بگم، چون حالا شما من یه شراب بیانم باید منم آریان اینجا موافقم، چون که هیچ چیزی کلن هستی دنیا جاودانه نیست، هیچ چیزی جاودانه نیست توی دنیا. چرا جاودانه نیست؟ خیلی چیزا جاودانه بودن و حالا هم جاشون مونده. هیچ چیزی، هیچ چیزی میدونستی جاودانه هست؟ میدونی جلی ماست جاودانه است دیگه. میدونستی جلی فیش جاودانه است؟ هیچ وقت نمیمیره. اینا همه مال دنیا. نه جلی فیش توی آب نمیمیره، اگه تو بکشش میمیره. ساینتیست استادی کرده عزیزم، ایمورتاله، هیچ وقت نمیمیره. ببین هیچ وقت، وقتی کل کره زمین نابود بشه، این قوانین و اصلا واژه هیچ وقت و کل چیزایی که ما فکر میکنیم هم میمیره. بله. قبل بیگ بنگ مثلا هیچ چیزی از اینا وجود نداشته. با یه چیزی حالا دنیا به وجود اومده، دنیا هم از بین میره، دنیای دیگه ساخته میشه. وای دنیا کجا از بین میره؟ دنیا اینجا نشسته، دنیا هیچ جا نمیره، دنیا اینجا میخواد تا آخر عمرش اونو کس بده. من کلا نظریم راجع به همه چیز اینه، یعنی زیبایی جسم، چه میدونم روح، گرایش، رنگ، هر چی که خوراکی، موجودات زنده مرده، هر چی که فکر کنیم، هیچ چیزی ابدیت نداره، هیچ چیزی مطلق نیست، هیچ چیزی 100% نیست، هیچ چیزی 100% این چیز نیست که ما فکر میکنیم و تو این دنیا ساختیم برای مثل این مثلا موجه ها یا زنبورا رو تصور کنیم.
مثلا کندو زنبور است. زنبور فکر کنه که مثلا خود ماها ما موجودات دیگه هستیم که داریم مصرف میکنیم. زنبور فکر میکنه کل دنیا رو یه چیز بگم. همینی که زنبور گفتی اصلیه تو این دنیا. خب ما آدم ها فکر میکنیم خدا این دنیا رو ساخت، مثلا ما موجود اصلیم تو این دنیا، ما با مصرف مثلا بقیه موجودات. هر موجودی دنیای خودش رو داره، قانونای خودش رو داره، طرز فکر خودش رو داره، بعد فکر میکنه آیم. که خود... من گوشی میزنم تو کلم برم بچه هم ببرم به دستشویی بیام. ولی اینا همه طرز فکر ماست، همه چیز از اینجا میاد. حسی عزیزم، من که نمیگم ما جاودانه هستیم، ولی همین چیزی که شما دارید میگید روی زنبور، ببین تمام زنبورا مثل هم نیستن. زنبور ملکه داره. آریان میگه نه، اگر به آریان زنبور بود میگفت تو ملکه نیستی، کندو درست نمیشه. میگفت ما همه مثل همین، ما همه سربازیم، ملکه نمیخوایم، ملکه رو بنداز بیرون. منم نه چرا از من مایه میذاری هستم، از طرف خودت صحبت. میدونستی تو بدونه میدونستی که تو بدون ملکه نمیتونی کندو درست کنی، واسه همین ما نشانه تاج داریم. من نگفتم من شاهزاده هستم فقط منم، گفتم که من نماد آزادی و حقوق کامل بشرم. خونواده من خون سلطنتیه که جاودانه مثل آدمای دیگه پیر نمیشه. من هیچ وقت نگفتم که من استثنائیم، هیچ وقت نمیمیرم. شما همتون چش دارید. از روز اولی که من اومدم توی آمریکا گفتم که من مثل شما پیر نمیشم. 2001 الان این همه سال گذشته، واسه همین طرفدارام توی ایران کلی زیاد شدن، چون با چشای خودشون منو دیدن، فیلمامو دیدن. چیزایی که من به شما گفتم هیچ چیزی عوض نشده. اگه کسی میخواد گوش کنه چی میخوام بگم میتونه گوش کنه، اگه میخواد گوش نکنه گوش نمیکنه. من هیچ وقت نگفتم از کس دیگه بهترم، هیچ وقت نگفتم که من نمیمیرم شماها میمیرید. نه، منم میمیرم، ولی من مثل شماها پیر نمیشم. شکلی که من پیر میشم تا موقعی که من بمیرم کسی نمیدونه من چند سالمم، و این ربطی نداره که چطور میخورم. توی آمریکا آدم‌ها هستن بهترین پولو دارن، بهترین دایتو دارن، بهترین ورزشو میکنن. 50 سالگی مثل 60 سال 70 ساله میمونه. ولی من الان تو سنم، با اینی که تو خود آمریکا هستم، مثلا من تو آمریکا کلی طرفدار دارم. من الان میرم تو تیک تاک، تمام کسایی که بیمارم قبلا بودن و تمام کسایی که منو میشناسن همه اینا میریزن تو تیک تاک، اینا همه با من صحبت میکنن و حمایت میکنن و همه طرفدارم هم. اگه اینا همه میگن ما باورمون نمیشه که ایرانیا به تو این همه بی احترامی میکنن و تو رو قبول نمیکنن بعد از این همه مدت، اینا دارن شاخ در میارن، میگن تو اگه توی آمریکا بودی الان رئیس جمهور بودی. چون که توی مردم آمریکا دارن با چش خودشون میبینن و مثل مردم ایران این همه حسادت ندارن. مشکل اینه که مردم ایران هر کسی اینه یه زنبوریه که هر کسی داره با میگه منم ملکی شدم و منم شاه شدم و منم کار میکنم و هیچ کاری نمیکنه، اجازه نمیده کندو درست شه. کندو بدون ملکه درست نمیشه. الان کندو یه کره زمین تصور کن، ملکه حکم خداشونو داره، یعنی اون ملکه و نمیدونم رئیس جمهور و اینا نیست واسه زنبوره، اون حکم خداشونو داره. نه حکم خدا رو نداره عزیزم، ملکه یه چیزیه که با وایبریشنش به همه رو میکنه. سال اون درست نیست، چون که اون کندو جهانه، خونه نیست یا کشور نیست که مثلا یه ملک بگیم ملکه زنبور رو میشه ملک. اون براشون حکم خداشون داره، اصلا مقایسه نمیشه کرد. ولی بگم این که میگی که من فکر میکنم خب با بقیه فرق دارم، پیر نمیشم یا دیرتر پیر میشم، این هیچ چیزی باهاش نداریم، ما نمیتونیم باهاش مخالفتی بکنیم، چون که باز من اینجا اعتقاد دارم هیچ چیزی 100% ممکنه باشی، خودت میدونی، و این از فکر خودت میاد، از قلب خودت میاد، با یعنی به کسی هم ربطی نداری که تو پیر میشی یا پیر نمیشی، میدونی؟ این یه چیزیه که خب اعتقاد خودته، شخصیه، به کسی هم آسیبی نمیزنه، کاری هم به کسی نداره. اوکی، خب خیلی هم خوب، اگه یه نفر باشه که مثلا اینجوری باشه خب چه مشکلیه، اوکیه، خوبه. این که اگر واقعا تو فکر میکنی کسی هستی که میتونی
جامعه ایرانیا رو تغییر بدی، یا دنیا رو، یا هر جامعه‌ای که مثلا دوست داری که تغییرش بدی، مثبت تر بشه، رو به بهتری بره، به نفع مردم بشه، باید به نقطه‌ای برسی که اکثریت قبولت داشته باشن. چون اکثریت باید همون آرا خریدنه، رای خریدنه، این یه چیزیه که یعنی غیر انکاره، نمیشه مثلا از دستش در بید. برای همینه که ربطی به حسودی مردم نداره. اینی که داری میگه، اینی که داره تا حدی، ولی این چیزی که داری میگه خیلی درسته، ولی ما مشکل داریم. این ربط به چی داره؟ مردم ما حسود نیستن. حالا اوکی بگیم حالا یکم چی، حالا اونا شما این کاری ندارم، ولی تو این بحث ما، بحث از کجا میاد اینی که تو میگی منو قبول نمیکنی؟ مردم ما مردمی هستن که از بچگی چه کتابای درسی، چه کتابای دینی، چه قرآن یا هر کتاب دیگه، یا اشعار، کاشیای روی بناهای هر چیزی که تو فکر کنی، نفت، گاز، منابع، هر چیزی که تو فکر کنی، از اعتقادات، فرهنگ، لباس، همه چیزو از بچگی دروغ بهشون گفتن. اومدن همه چیزو تحریف کردن، اومدن همه چیزو دستکاری کردن. مردم ببین، سخته برای مردم. یکی هست به دنیا دسترسی داره، میره سرچ میکنه، یاد میگیره، یکم خانوادش بازشون زن، دنیاش بازتره، یاد میگیره، میبینه، میشنوه، یکم میفهمه. ولی کسی که مثلا 40 سال 50 سال نفهمیده دور برش خواهد، ولی یهو مثلا میبینه تمام 40-50 سالی که مثال اینوری نماز میخونده دروغ بوده، قبله اونور بوده، خب طرف به هم میریزه، نمیتونه قبول کنه. میدونی چی میگم؟ مثال بود اینی که گفتم. ببین مردم، این از حسودیشون نمیاد، این از چی میاد؟ انقدر دروغ شنیدن، انقدر با تمام اعتقاداتشون، روحشون، خانوادهشون، جونشون، ناموسشون، اقتصادشون، زندگیشون، همه چیشون انقدر باهاشون بازی شده که دیگه نمیتونن هیچ کسی و هیچ چیزی رو باور کنن، میتونن ترسو شدن. فقط از اینجا میاد. دهه 80 یا دهه 90 دارن انقلاب میکنن، چون تو این دنیا که همه چیز یکم روشن‌تر شده به دنیا اومدن، بزرگ شدن، با تکنولوژی سری میتونن بفهمن کجا چقدر تیزهوش‌ترن. برای همین اونا انقلاب میکنن، اونا میرن جلو، چون اونا هنوز براشون مثلا یه چیزی اونقدر الگو نشد، دارن خودشون پیدا میکنن، تحقیق میکنن. سخته، این سخته مردم بخوان مثلا من، آریان، تو یا هر کسی دیگه یا حرفاشو باور کنن، یا تشخیص بدن که آقا این راست میگه یا دروغ میگه، اونم تو این دنیا که انقدر بلبشوه. این چیزی که شما داری میگی کاملا درسته، ولی واسه یک شخصی که تازه اومده رو این کار، این چیزایی که شما داری میگی، چون شما منو از قبل نمیشناسی، من این کار رو از سال 2001 کرده بودم و وقتی من قبلا پخش زنده میذاشتم توی اینستاگرام، عکساشو دارم، 50,000 تا بازدیدگر داشت و من با کلی از مردم توی ایران تو تماس بودم و من شعارهایی که پخش کرده بودم، اسلام رو پله کردین، مردم رو زله کردین، مفخوری های دولت، توهین به شأن ملت، عامل فقر ملت، این دولت بی غیرت، نه حکم داریم نه حاکم، دزدن خود ما حاکم، وحدت کلمه شاهزاده سرین، این شعار همه جای ایران پخش شد. با خود محسن صفایی پخش زنده گذاشتم روز چهارشنبه، گفتم این شعار سراسر ایران پخش میشه. دقیق هفته بعدش همه ایران داشتن این شعار رو میگفتن. وحدت کلمه شاهزاده سرین رو سانسور کردن، از حسادت بود، نه اینکه پخش نشده بود، نه اینکه منو نمیخواستن. یک سری اومدن گفتن اون چیه به خودش میگه شاهزاده، اون فکر میکنه کیه. یکی گفت این شعارا رو این نوشته، اینه داره تلاش میکنه، بیاید بریم طرف اون. گفتن نه بابا، بره گم شه، ما اونو نمیخوایم، شعار خوبه، اونو برداریم، ولی شاهزادهش بره بده. و اینطوری حسادت شد، تفرقه درست کرد، طرفدارا کم شدن. آمریکا هیچ وقت نمیخواست ما به تمدن برسیم و واسه همینه که شما داری میگی درسته. من اگه رأی میگرفتم آفرین. ببین الان من با شما دارم صحبت میکنم، میتونیم با هم
به کوتاهی بیایم و به یه جایی برسیم. ولی اگه جلوی پایمون سنگ بذارن، ما رو سانسور کنن، ما هیچ وقت نمیتونیم با هم صحبت کنیم. و واسه همین منو سانسور کردن. واسه همین تمام چیزایی که من میگم پاک میشه و فیلم‌ها رو پاک میکنن. واسه همین مولا افتادن به جون من، صفحه منو سانسور کنن. بد میاد. این از حسادت نیست، این از سیاسته. ولی چیزی که بود، ولی من طرفدار زیاد، ولی من طرفدار توی ایران زیاد داشتم. ولی یک سری از طرفدارایی که کشیدن کنار از حسادت بود، چون من خودم آمارای خودم رو میگیرم و باهاشون که صحبت کرده بودن، خودم من خودم تو خود آمریکا رفته بودم عزیزم. خانومی که اومد با من صحبت کرد میکروفون رو به من داد و گفت آره این خیلی واسه آزادی ایران تلاش میکرد، من از قبل میشناختم. دویدن از پشت یک سری اومدن گفتن میکروفون رو ازش بگیر، نذار صحبت کنه. پس ببین این چیزایی که میشه، اینا حسادت و سیاست، اینا که قاطی شده و واسه همین خیلی سخته. مثلا ببین این شعارهایی ببینید توی تهران توی میدان آزادی، از من طرفدار زیاد داشتن که تو خود ایران میخواست بره انقلاب کنه با پرچم من. خیلی اومدن گفتن چرا این پرچم رو به دست میگیری؟ مگه اون شاهزاده کیه؟ داره تو آمریکا عشق و حالش رو میکنه، حالا ما اینجا واسهش بمیریم که اون بیاد شاه شه؟ من هیچ وقت نگفتم میخوام بیام شاه شم. من گفتم من پام برسه به ایران، تمام کثافتکاریای اینا رو نشون میدم. الان ببینید صدای پهلوی جهانی شد، چی شد؟ کسی آزاد شد؟ نه. صدای مسیح علی نژاد جهانی شد، چی شد؟ کسی آزاد شد؟ نه. فقط مسیح علی نژاد میلیونر شد، 80 میلیون دلار پول داره. من نه پول خواستم و تمام فعالیتایی که توی ایران کرده بودم، تمام این انقلابایی که شده بود، شعار نویسیا پولشو من دادم نه پهلوی. تمام کاریکاتورایی که درست میشد پولشو من میدادم نه پهلوی. اسلامو پله کردین، مردمو زنده کردین، تمام خرج اینا رو من میدادم نه پهلوی. آهنگای ضد اسلامی که میمد بیرون تمام خرجشو من میدادم نه پهلوی. الان مردم ریختن میگن پهلوی. ببینید واسه همین مردم قد نشناس و این مردم حسود اینطوری بدبخت میشن و این علت بدبختی ایرانه. حالا یه چیزی بگم، به نظر یه چیزی من بگم شراره ببخشید. بفهم تو بگو من بگم. واقعا هدف برات مهمه؟ واقعا میگی دلسوزانه از اول، اگه اول نفر خود بودی اینجوری بوده دار حقیقت، یعنی دلت میخواد یه چیزی عوض بشه؟ ببین مهم نیست که الان مردم کیو به عنوان حالا رهبر انقلابشون انتخاب نه، یه لحظه، شما اگه واقعا میخوای یه کاری انجام بدی، دلسوزی، میتونی همین چیزایی که میگی خب خودت انتشار دادی با پول خودت ولی به اسم بقیه تموم شده، اشکال نداره، اسم رو ولکم، بذار به اسم بقیه باشه. مهم نه اینگار دارید میرید دوباره به خمینی. اگه تو بری خمینی و خامنه‌ای، عزیزم مشکل ایران همین بود، زمان شاه همین رو میگفتن. مهم اینه که تو کار خودتو داری میکنی. خب میتونی تو گروهشون قرار بگیری، دشمنی ها یا حرفی هرچی بوده بذاری کنار، کمک کنی که دوباره یه راهی پیش بره. مردم این وسط مهمه. عزیزم من نمیتونم تو اون گروه برم. شما من از روزی که من اومدم اینو گفتم، من تو گروه اونا برم تو فکر کرده اونا منو میگیرن، فردا منو میکشن. خوابی جسدمو تو خیابونا پیدا میکنی؟ مگه من تو فکر کردی پهلوی میاد با من صحبت کنه؟ اون منو ببینه نشانه تاجو میخواد لغو کنه، فردا منو میکشن. شما خوابی دو میخواد شاه شه، اینه نه حسادت، اون برادر خودشو کشت. تو فکر کردی اون میاد با من دوتایی با هم بیایم ایران رو آزاد کنیم؟ خوابی؟ 200 بیلیون دلار پول نفت ایران عزیزم، تمام پولا رو میخواد. تو فکر کردی اون میاد با کس دیگه بده؟ نه، قراردادی که خودش میذاره با سازمان سیا. من اینو به مردم گفته بودم از قبل، اگه شما اونو انتخاب کنید شما تحت کنترل سازمان سیا هستید. اگه من بیام جلو منو میکشن، بهتون دارم میگم، از قبلم گفتم. من وقتی اومدم اولین صحبتی که کردم همین بود، گفتم اگه شما من بیام از من حمایت نکنید من باید بکشم کنار، اگه نکشم کنار منو میکشن. و من که نمیام واسه شما خودمو بکشم، اگه دیوونه، اگه مردم منو نمیخوان من بیام الکی. الان نشان تاج بزرگترین خطر واسه پهلوی، چون این نشان زرتشته، اینا میخوان زرتشت رو نابود کنن.
شاه باورت نمیشه، برو سابسشن لو رو بخون. سابسشن لو پهلوی میگه شاه باید مسلمان شیعه باشه، واسه همین الان افتاده دنبال ملاها که بهش رأی بدن. شاه باید مسلمان باشه، اگه بگه من زرتشتیم نمیتونه شاه شه. پس این یه چیز بزرگتره که شما خبر ندارید. من هیچ وقت نمیتونم با اون دوست شم، اگه من با اون دوست بشم منو میکشه. من میتونم صحبت کنم؟ خب ببین، خب من نمیتونم که همیشه با تو شاهزاده جون مخالف باشم، ولی نظرم شخصی خودمو میگم. یکی از اشتباهای تو اینه که از الفاظ درست استفاده نمی کنی. الانم اول لایو خانم شراره با شما اوکی بودم، ولی وقتی که شنیدن شما میگی ایرانی ها حسودن، ایشون هم ناراحت شدن. و وقتی شما از یه الفاظ برای یک دارم صحبت میکنم، از من ناراحتی؟ نه من ناراحت نیستم، ولی خب آریان راست میگه، دارم صحبت میکنم. because وقتی شما دو تا صحبت میکردین شراره من زر زدم. ببخشید نه شراره، وقتی شما دو تا صحبت میکردین من گوش نمیکردم. بفهم. پس شاد تو چه جور شاهزاده ای میخوای که یک نفر داره صحبت میکنه وسط حرفش میپری؟ تو چه جوری میخوای فردا بشی شاهزاده یک ملت؟ بفرما. بیکاز آره. خب من داشتم میگفتم وقتی که شراره جون اول اومدم بالا خیلی با شما اوکی بودم، ولی وقتی که شما میایید ملت غیور ایران شریف، اینا باستان دارن، فرهنگ 4000 ساله دارن، کوروش دارن، اینها با اصالت هستن. وقتی تو میاد الفاظ گدا، بی سواد، حسود به اینا به کار میبری، چه جوری میخوای این ملت پشت تو باشن و از تو حمایت کنن؟ اگر تو میگی شاه پهلوی برادرشو کش، نمیدونم دنبال این بود و این بود و مسیح علی نژاد، درسته هرچی بود توهین نکردن با سیاست کارشون رو انجام دادن. تو هم مثل اونا باش، تو هم موفق میشی عزیزم. خب بگم یه مشکلیه که شماها نمیدونید، اینه که وقتی که دا میگی ایران و کوروش و اینا نگو. ببینید این ملکه یه که شما انتخاب کردید چادریه، این کوروش رو نابود کرد. این نامه هایی که من گذاشتم میگه من میخوام تمام ایران مسلمان باشه، میخوام همه ایران قرآن رو بخونه. اولین قرآنی که ترجمه شده فرای پهلوی ترجمه کرده. این چیزها رو شما نمیدونید. ببخشید ما دنبال این نیستیم که بر علیه مسلمان ها باشیم. ما میخوایم دنیایی داشته باشیم که مسلمان و غیر مسلمان در کنار هم زندگی کنن. اگه تو یه همچین دنیایی میخوای عزیزم، دارم من میگم همچین دنیایی وجود نخواهد داشت و باسه نه من به وجودش میارم. من به وجود اگر من بخوام وجود بیار. ما دنبال دنیایی هستیم که گی ها، ترنس ها، استریت ها، مسلمون، غیر مسلمون، سیاه سفید در کنار هم مثل آمریکا زندگی کنم. و تو داری نمیتونی. آمریکا مسلمون نیست، آمریکا مسیحیه. اشتباه گرفتی. توی آمریکا گفتم در آمریکا که مسلمان مثل آمریکا که مسجد داره، کلیسا داره، سیاه داره، سفید داره، گی داره، استریت دارن و در کنار هم دارن زندگی میکنن و به قول شما پاس آمریکایی همه جای دنیا ارزش داره و به خاطر آمریکایی‌ها همه خم میشن، به خاطر اتحادیه که دارن، به خاطر اینه که با هم کنار اومدن. ولی تو داری همه چی رو از هم جدا میکنی. تو میگی مسلمونای قرآن به کون باید کشته بشن، ماها باید ما جا بدانیم. این نمیشه. It's not possible. Whatever I say you are twisting it around. همه چیزایی که من گفتم داری عوضی میکنی. It's not possible. Impossible. پهلوی میگه که اجازه نداره زرتشتی با پهلوی ازدواج کنه، نمیتونه شاه شه. اینو من دارم میگم. وقتی که کشور مسلمان شیعه بشه، پهلوی مسلمان شیعه است. پهلویه که زرتشت رو نمیخواد، پهلویه که مسیح رو نمیخواد. توی آمریکا تو میتونی رئیس جمهور مسیحی باشی، میتونی رئیس جمهور مسلمان باشی، میتونی رئیس جمهور زرتشتی باشی، میتونی رئیس جمهور یهودی باشی، میتونی رئیس جمهور بهائی باشی. آمریکا رو مقایسه نکن با پهلوی. پهلوی میگه باید مسلمان شیعه باشی.
برو بخون ساکسشن لو آب پهلوی. پس شما که دارید نیستم نه ببینید من میگم در دنیایی که زندگی میکنیم الان من ببینید حتی الان من قول میدم اگر الان من خب منی که من خودم میگم من یه کون هستم من کون میدم خیلی خودم میگم کارم اینه من کون میدم پول کون میدم پول میگیرم که زندگی ما را به چرخونم کونم نونم از تو کونمه خرج برق آب و گاز و لباسم و اینترنتم از تو کونمه ببین من اینم ولی وقتی به جاش میشه از الفاظ درست صحبت میکنم مردمی هستم فردا همین مردم منو شاید به عنوان یک رئیس جمهور قبول کنن چون مردم دنبال حرف حسابم ولی وقتی که من بیام درس خونده باشم ولی یک آدم بیادبی مثل تو باشم که ایرانی بی سواد ایرانی گدا ایرانی احمق بگم کی میاد پشت منو بگیره ولی وقتی یک کونی باش ولی با شرف و با ادب باش کل مردم دنبالتن من الان بین مردم خاورمیانه مشهور هستم محبوبم درسته کون میدم درسته اونا کون دادن منو قبول ندارن ولی احترامم رو دارم احترامی که شاید برای من دارم برای پدر مادراشون نداشته باشه احترام میاره احترام مهمه از دل من گفتم من اینجا نیستم که با چاپلوسی برم جلو من اینجا نیستم که گذارم نه چاپلوسی چاپلوسی is different چاپلوسی با احترام رکسپت اگه من احترام میذاشتم I'm talking please نگاه کن چاپلوسی با احترام فرق میکنه چاپلوسی رکسپت is mean احترام is mean رکسپت رکسپت با چاپلوسی فرق میکنه من احترام میذارم به ملتم من به ملت ایران احترام میذارم کمدینم به جاش کمدینم لایو شراب داغم فان جدیم من تا حالا بی احترامی نکردم جز اینکه احترام بذارم شاید فردا من بشم رئیس جمهور ایران ولی تو را اجازه نمیدن چون تو بی احترامی میکنی حرف تموم شد اولا من به ملت ایران بی احترامی نکردم تو چرا ملت رو با جمهوری اسلامی ایران قاطی میکنی تو نه خودت گفتی ملت شریف ایران احمقان گدان همین الانم بهت نشون میدم من کی گفتم ملت شریف ایران عزیزم من کی گفتم ما گفتیم مردم ایران بی سواد احمق گدا و حقشونه که این بلا سرشون در بیاد نه من گفتم مردم ایران اکثرشون نه همشون اکثرشون چه فرقی داره چه فرقی داره اکثر اینا تو همه با همین ما همه با همین خب بکنی عزیزم اگه بی سواد نبود الان سوار پیکان نمیشدن و بفهمید اینا این روی خودشو نشون میده من اینو اینا انا میشناسم این روی خودشو نشون میده من این انو میشناسم این خودشو نشون میده بفرمایید من حرفی نه این ان خودشو رو میکنه ببین میگه پیکان سوار میشن عزیزم پیکان جز یکی از آثار باستانی ماست نه اون میگم که آفرین اگه اون آثار باستانیته پس من از همین ملت ایران بدبختم تو طلا ببخشید بدلیجات ببخشید تو یک دوتا بدلیجاتی که از جمعه بازار خریدید نشان شاهزاده نشان پیکان که جز مادرهای ما پدرهای ما تو عروسی سوار شدن خاطره دارن تو توهین میکنی و دوتا بدلیجات تو آوردی من هر آم من هیچی برای گفتن ندارم شرارشو بفرمایی بود یک ماشین عهد بوقی بود که خود خانواده من برزدش بود که اینو درست کردن که رقابت با اروپا نکنن که خود خانواده من گفت چرا ما مازراتی درست نکنیم شاه سرطانی میره از توی ایتالیا پول میده میلیون ها پول ایرانو میده مازراتی بگیره که ایران نتونه مازراتی درست کنه چرا ما مازراتی درست نکنیم الان تو خود افغانستان بوگاتی درست میکنن از بوگاتی خوشگلتر ایران میتونست بهترین ماشین های دنیا رو داشته باشه نذاشتن پیکان ماشینی نیست بهش افتخار بکنی اگه تو میخوای به پیکان افتخار من بکنی من افتخار میکنم به پیکان کنم. چون پیکان جزء یک آثار باستانیه همین الان آمریکا حاضره میلیاردها دلار خرج کنه ولی یک ایرانی بیاد پیکان درست کنه دیگه نگو من الان نمیدونم دوباره عزیزم شما اصلا من کاری ندارم که الان طرف چی هستی طرف چی نیستی اصلا کلا بحث سیاست و نمیدونم همه چی و هرچی که هست اعتبار همه رو بذاریم کنار آریان جو حرفش درسته
باید آدم حتی به دشمنشم احترام بذاره. خب این مشکل شما ایرانی هست. تو بشین به دشمن احترام بذار، من نمیذارم. دشمن دشمنته. اگه به دشمن احترام بذاری عاقبتت میشه مثل ایران، آخونده میاد میزنه تو سر خونه تو، مصادره کنه بچه تو میکشه. تو برو احترام. نه عزیز من، منظور به من دشمنمو میکشم یا هر چیزی رو نمیگم یا دین جمهوری رو نمیگم. من میگم که اگر میخوای بجنگی مثل یه آدم بزرگ بجنگ، فوش دادن و نمیدونم اینجور کار. اگه قرار بود من میخوام مثل آدم بزرگ بجنگم عزیزم، وقتی من ملت پشتم نیست، وقتی خوش کن اولا میدونی مشکل چیه؟ مشکل شما اینه که منو الان شناختی. برو توی همون صفایی که مردم جوونامون دارن جلو گلوله با این سن فوش میدن، میجنگن، میکشن، اینا میزنن، اونا میزنن. پس باید بری اونجا. اونجا بله 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 سوشال مدیا عزیزم، پدر من رفت تو همون جنگ توی میدون آزادی با اسلحه، همون موقع جنگید، آخرم کشته شد. بله خانواده من شکلیه. وظیفش بود کشورش بود، تمام سرهنگا پولا رو دزدیدن سوار. وظیفش بود کشورش بود، باید میرفت. بی خود تمام بی خود تو بی خود میلیون ها تو کشورش بود، باید میرفت. منتی نیست. جالب اینجاست، باید میرفت. وظیفش بود. این همه جوان ها کشته شدن، شهید دادیم، 8 سال دفاع مقدس. باید میرفت. ببخشید مگه بعد از انقلاب 8 سال دفاع نکردیم؟ چقدر جنگ کردیم با عراق، چقدر شهید دادیم. یه حرفی میزنه ایشون، یه خیلی بیمنطقی. شما خیلی بیمنطقی. وقتی که من که وظیفش بود، کشورش بود، باید میرفت. مگه سال 68 تو جنگ ایران عراق چقدر شهید دادیم؟ پس اونا هم بیان فوش بدن بگن چرا رفتیم. اگه اونا نمیرفتن الان ناموس ایرانی چیز نداشت. یک طوری صحبت میکنه، پدر منو کشتن تو میدان آزادی، باید میرفت، کشورش بود. پس نمیشست تو خونه. داره میگی؟ گفتم پدر من جنگی نفر درست نکنیم خودمونو، ما الان الگوی 4 نفر دیگه هم ممکنه باشیم. اگه خودمونو خود درست نکنیم چجوری میخوایم مثلا جامعه بزرگ درست بشه؟ ما الان وقتی 4 نفر دارن حرفمونو میشنون، خوبه که قشنگ صحبت کنیم. آریان حرفش اینه، میگه اوکی اهدافت درسته قشنگه، ولی روشت اشتباهه. شما بله طرزی که شما دارید صحبت کنید انگار دارید با یک کسی صحبت میکنید که امروز اومده سر کار. من این کارو از 2001 میکردم که وقتی تو نمیتونستی به اسلام توهین کنی، من باید توهین میکردم که اسلام رو ریشه‌کن کنم. اگه من این توهینا رو نمیکردم سال 2001، الان مردم نمیریختن بیرون. وقتی من میگفتم اسلام رو پله کردی، مردم رو ذله کردی، این ملت هنوز خواب بودن. این شعار رو کی نوشت؟ این شعار کجای ایران پخش شد؟ میگم جا داد. خب اوکی، من مخالف اینا نیستم. اوکی راست میگی. اما که هیچ کی جرئت نداشته تو بودی. من حالا شناخت اونجوری ندارم، نمیدونم، باید برم مثلا منم همینو میگم. برو ببین فیلم های قدیم منو. ولی حرفم اینه، میگم اوکی با مثلا کاریکاتور درست کردن، شعار درست کردن، یه جاهایی باید فوش میدادی و که فوش دادی، یه جاهایی باید انتقاد میکردی، انتقاد کردی. ولی همین مردمن که میخوان ببینن مردم اصلا که من خودم شخصا اگه به من بگی شراره تو خیلی نمیفهمی، بی سوادی، یالو حرفی که من میگم درسته، بیا بشین اینجا، باید این کارو بکنی، باید منو قبول کنی. من قبول نمی کنم. آریان حرفش میگه با زبون خوش، قشنگ با شخصیت، با اون چیز، میدونم خسته ای روزی که ببین این الان بری توی اینترنت، این تنها صفحه‌ای که باقی مونده از سال 2019، همین الان میتونی بری سرچش کنی. باشه برو توی اینترنت توی این... نگاه کنی شما همین حرفات مثل جمهوری اسلامی که همونجوری با سیاست خیلی چیزا رو داره جلو میبره، شما هم هر کسی دیگه ای، شما هم همون حرفا رو، همون عقیده ها رو که داری شاید خیلی قبول داشته باشن شاید ما، ولی همون هم با سیاست جلو ببر. نه با اینجوری من نمی
من نمیخوام یک واسه خودم یه روی بذارم که الکی بخوام سیاست مداری بکنم و بازی بکنم. من اومدم که دنیا سیاسته، دنیا یعنی سیاست. تو نمیتونی without سیاست زندگی کنی. You cannot living without سیاست. درسته، درسته، اون درسته. از no, you cannot. You cannot living without سیاست. دنیا یعنی سیاست. اگه سیاستی وجود نداشت، دنیایی نبود. بزنی تنها صفحه‌ای که میاد شاهزاده سرین ایمورتال، برو اینو ببین 2019. بعد این عکسو که من گذاشتم همه به من میگفتن چرا به آخو، چرا به خامنه‌ای بی احترامی میکنی، چرا داری به مولاها بی احترامی میکنی. این عکس الان شد این یه عکسی که امروز داری میبینی. ببینید چه عادی شده. اوکی. این موقعی که من اینو گذاشتم میگفتن تو چقدر بی ادبی، تو چرا فوش میدی. الان او فرق میکنه. تو داشتی چرا فرق بکنه؟ فرق کن حرفا تموم باشه عزیزم. شما اون موقع داشتی یه مثلا بوتی و یه شخصی و یه کسی و داشتی حالا با فوش با هرچی نقد میکردی، ولی این که بخوای مردم رو به یه اسمی، یعنی شخصی که شخص تک تو هر جامعه هست، نه اینکه یه دولت یا یه حکومتی یا یه اسمی، وقتی بیا شخصا رو مورد، یعنی یه بهشون بکنی نمیشه، کارت پیش نمیره. ما داریم سعی میکنیم کمک راه نمایی کنیم، میدونی؟ تو نمیتونی بیایی مثلا به مردمم اینجوری با این روش جلو. بله دوست نزد، خوش اومدید. چطوری بچه خوب هستین؟ ممنون. شما زمانی ما خرمیش الان برگیش بفرمایید، اگه سلامی هست بفرمایید تا برگردم. ببین خیلی از ماها به خاطر اینکه من هم سرین رو میشناسم، چند دفعه هم توی این لایو این خانم اومدم، حرفای شما، من نمیدونم شما کجا زندگی میکنین، ولی حرفای شما خیلیتون درسته، به خاطر اینکه شما اونطوری بزرگ شدین، تو مسلمونا بزرگ شدین. ماهایی که این همه اقلیت مذهبی هستیم و از مسلمونا آسیب دیدیم، یکیش خود من، واقعا خب خیلی نفرت داریم. من حرف شما همه رو قبول دارم که میگین که نباید بی احترام کرد، ولی خب کل ایران مسلمونه. خب اوکی من عزیزم سلام اول، ولی من چی میگم؟ من میگم شما به عنوان یه شخص اگه میخوای بیاری خوش بده یا چی، میگن این شخص مثلا نهایت بگم بیادبه، من دنبال نکنم. خب ولی اگر شما میخوای رهبر یه گروه بشی، میخوای یه کاری رو پیش بشی، نباید باید این یه چیزیه که ببین برن نقاب، به قوله چیز میگین من نقاب بزنم. اگر میخوای یه سیستم داره مثل حساب کتاب اون، اگر بخوای کارتو تو این مرحله که حالا دروغگو از سیاست هم بخوای پیش ببری، با سیاست باید سیاست رو اگر... ببین آخه اینا مارسلین چطوری، من یادت میکنم بخوای این وسط شما با بقیه فرق داشته باشی، مثلا خود واقعیت باشی، عصبانی ناراحتی فوش بدی و مثلا بگی خب کسی به حرفات گوش نمیکنه، من مخالف نیستم. این روندی که تو میگی واسه ایران و اروپا درست باشه، ولی ماهایی که تو امریکاییم ما رو اینطوری واقعی دوست دارن. حالا فوش دادنشو که تو درست میگی، با حرف شما رو قبلا فوش دادن، همه تون دارید فوش میدید. ببین اصلا شعارت تو خیابون فوشه. تو نمیتونی بیای به سرین بگی چجوری زندگی کن، به خاطر که تو دوست داری اونطوری زندگی کنی، درسته؟ تو شما میگین سرین باید بیا تمام ایران رو به طرف خودش بدون فوش دادن بکنه. اوکی let's say این کارو کرد، ولی ببین بازم نمیان مردم. آفرین عزیزم، من میگم چون که شما اون وقت گذاشتین. اوکی این عکسو گذاشتم که دختره داره دستگیر میشه، برو زیرشو بخون فوشا رو ببین، برو فوشا رو ببین. بذارین شما طرفتون مردم ایرانه دیگه، نمیتونیم به اون ور بزرگ شدم با اون ور رفتار میکنم، با اون ور نمیخوایی برخورد کنیم. نه
ببین سرین اجازه بدین صحبت کنم. از همون زمان قبل من سرین رو میشناسم، دو تایمون هم تو لس آنجلسیم، رایت ترایش رو کرد، هی تراید، کارش رو کرد، میخواست بکنه، میخواست کمک کنه، ولی ببین آخرش دید نه، اینا قبل مخواشون نه شماها، به هیچ که من بهتره نمی کنم، یه مشت خب یه آدم هایی. اینا انقدر مخاشون پوچ شده دیگه نمیتونه کارشو ول کرد، پیجاشو عوض کرد، رفت تو تیک تاک. من تیک تاک فالوش میکنم و اینم نیستش که ببین من تو لس آنجلس هستم زندگی میکنم. فکر کنم شما آریان مشهدی هم هستی، یه ذره لهجت مشهدی. منم مشهدی ام، من عاشق مشهدی ام. چرا؟ به خاطر که خیلی روکر هستم. انیویز تو تیک تاک فالوش میکنم، اتفاقا خیلی هم ساکسسفول، نمیدونم جولیاش هم خیلی هم گرون قیمته، چیزی هم لازم نیست بخواد بیاد پوز بده به کسی. ولی پرابلم اینجاست که این از اول اومد، حالا سرین و خیلی کسای دیگه، اصلا من به سرین کاری ندارم، آمدن میخواستن مردم رو چیز کنن ولی هیچکی واقعا قبولش نکرد. ولی حالا اصلا من به سرین کاری ندارم، سرین اصلا هیچکی نیست، کسای دیگه اومدن، ولی متاسفانه مردم ایران یه ذره انقدر که شاید هم تقصیر خودشون نباشه، یه عقایدی بر مسلمونی تو سرشون رفته که دیگه نمیخوان هیچکی رو قبول کنن. آفرین سوسسو مقصی. نه من فکر نمی کنم، نه من الان خودم، ببخشید من الان خودم مسلمونم، من نماز هم می... نه خنده، نه این توهینه دیگه. کوچه خنده داره. تو پارسی داری میری دنبال عربات و تو اصلا باور نکردنیه که اصلا تو اصلا بخوای طرفداری از عربا بکنی و دین عرب. من یه لحظه گوش کنید لطفا پلیز، میگم این نیست، ایشون میگن که به فکر مردم ایران شستشو شده. نه من خودم مسلمونم، افتخار میکنم و به یک غیر مسلمونم، به شما، به دوست سرینجان همیشه احترام گذاشتم، همیشه تو لایوام هست، داریم صحبت میکنیم، همدیگه رو به چالش میکشیم. ولی تو این 17 سال زندگی نه به مسلمون تو این گردن نه به غیر مسلمون، شما اینطوری هستید، همه که مثل تو نیستن. خب ما باید فرهنگ سازی کنیم. من به عنوان یک آدم فیمس مشهوری که توی سوشال مدیا فعالیت میکنم باید فرهنگ سازی کنم. من نمیتونم بگم نه ساکت پلیز بی کوایت. من صدام خیلی حتی بلندتره، یعنی چی تو حرف همی میپری؟ تو چه جور شاهزاده هستی که اجازه نمیدی یکی دیگه صحبت کنه؟ آخه من فراموش میکنم بهت بگم. یه لحظه گوش کنید ببینید، ما باید فرهنگ سازی کنیم. نمیشه بگم که ما باید به آدما کمک کنیم. من خودم به عنوان یک کون، به من تجاوز شده، من کونی شدم، ولی من نمیتونم بیام تو لایبام همش به مردا فوش بدم که چرا کونم گذاشتن. دارم فرهنگ سازی میکنم تجاوز برداشته بشه، اینه کار من. ما باید با صلح، با زبان خوش، منم نمیتونم از تو فوش بدم کیرم تو کس خوار مادر کسی که به من تجاوز کرد، کیرم تو کس ننه این اون. نه اینا رو نمیگم، میگم به من تجاوز شده، من قربانی شدم و نمیذارم دیگه به جوونی، به بچه دیگه تجاوز بشه. فرهنگ سازی میکنم. ببخشید وسط حرفت، دوست نداری کسی وسط، ولی ببین حرفی که سر میزنه میگه حقشونه، این دولت حقشونه، این حرفی که میزنه منم با سرین موافقم. چرا؟ به خاطر که این همه غیر مسلمون کشتن، مسلمان ها رو خودشون کشتن. اوکی؟ تو ببین انقدر خانواده هایی هستن که همینا رو نفرین میکنن و this is what happened to ایران. به خاطر چی؟ به خاطر نفرین های مردم. یکی من خودم پدر بزرگم به خاطر اقلیت مذهبی تو زندان کشتن و صدها هزار نفر مثل من و سرین هستن. بلد. چرا؟ ببین من به مسلمان ها کاری ندارم، ولی به اون عده مسلمون ما کار داریم. بلد. من خودم متنفرم از مسلمون جماعت، ولی نه از تو متنفرم آریان، نه از این خانم خودت و خانم خوشگلی که این پایینن باشم تو لایو اومدم یه چند دفعه. anyways من خودم فامیلم با مسلمون ازدواج کرده. ببین همه رو تو نمیتونی، تو خودتو نمیتونی با دیگر رو مقایسه کنی، هر انسانی با هم فرق داره، ولی ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ ایران که یه کشور مسلمونیه، اسلامیک ریپابلیک آف ایران داریم با درباره این صحبت میکنیم. ما الان چرا ایرانی اینطوری شده؟ الان
تنها کشوری که تو خاورمیانه انقدر بدبخته ایرانه. خب چرا؟ الان اسرائیل رو نگاه کن، بهترین اسرائیل رفت از خاورمیانه، رفت هم بین تمام کشورهای دورش رو نگاه کن. چرا الان همه میرن اسرائیل پارتی میکنن؟ برای چی میرن؟ بخاطر اینکه رفت بین مسلمونی، از مسلمونی در آورد خودشو، الان مثل اروپا شده تو اسرائیل. برو تل آویو برو ببین چه پارتیاییه. از یه چیزی من به پر میبخشت فقط بگم، اینو من میخوام بگم، این حرفی که اریان جون زد خیلی حرف بدیه، چون وقتی که تو داری میگی که تجاوز شد به تو همجنس کرد، چون این یه چیزی که مسلمونا میخوام بگن، همچین چیزی وجود نداره. من همجنسگرا نیستم، تو الان من یه مرد عزیزم، من همجنسگرا نیستم، من یک مرد کامل بودم و هستم و کونم گذاشتن کونی شدم و من حالا چون قربانی شدم نمیخوام دیگه این فرهنگ ادامه پیدا کنه. من همجنسگرا نیستم. بفرمایید عزیز دل من، این حرفی که میزنی خیلی حرف خطرناکیه و خیلی چیزا رو میتونه قاطی کنه. اجازه بدید منم صحبت کنم. ادار حرف میزنم. صداتون نمیاد. هممون یه حرف میزنیم. هممون هم توی این ور جبهه با همین. خب؟ هممون به یه نوعی از این حکومت چیز کشیدیم. Exactly. هر کی نوعی، آریان یه شکل، من یه شکل، تو یه شکل، اون یه شکل، هر کی هممون کشیدیم، زجر کشیدیم، هممون خسته ایم، هممون می‌خوایم یه چیزی رو عوض کنیم اینجا. خب ولی اوکی، تا زمانی که شما به عنوان شخص می‌خوای، من حق ندارم بگم تو می‌خوای چیکار کنی یا چیکار نکنی یا این حرف زدن یا اونجوری، من نمی‌خوام دخالت کنم که این دوستمون میگن که نباید بگیم که چیکار بکنم. اوکی، من خودم همینجوری زندگی می‌کنم و هم قبول دارم. ما به عنوان دوستدار که الان اینجا داریم راجع به یه موضوعی بحث میکنیم، داریم بهت میگیم که چرا تو نتونستی موفق بشی، داریم بهت میگیم به عنوان کسی که اون ور تو بزرگ شدیم، ما این ور بودیم بیشتر بمونه تو ایران بودیم، داریم بهت میگیم که چرا، راهنمایی میکنیم. اوکی، ما هیچ گاردی با هم نداریم، داریم میگیم که اگر بخوای به عنوان شخص اوکی فوش بده، جواب بده، هر جور که خودت میدونیم، به من ربطی نداره، هرچند که من حالا نظرم چیز دیگه یه، ولی اون ربطی نداره. ولی اگر میخوای رهبر من باشی، رهبر آریان باشی، رهبر چهار نفر ایرانی باشی که بخوای کمکشون کنی، دارم بهت میگم باید مثل یه رهبر رفتار کنی که بتونی موفق باشی. حرف من اینه، وگرنه نمیگم آره تو چرا فوش دادی فلان. اوکی، باید یه رهبر بتونه احساساتشو کنترل کنه، موقعی که اونی هستی به جای اینکه فوش بدی ببین چیکار کنی. اوکی، ببین ترامپ هم فوش میداد، خب بهترین پرزیدنت قبول شد، ترامپ هم بهترین پرزیدنت بود، خیلی چرت و پرت میگفت، الان هم همون ترامپ میخوان همه برگردونن. شما هر جای دنیا که زندگی کنی، هر جای دنیا که بزرگ شده باشی، برای سیستماتیک کردن یه چیزی، برای اینکه کارتو پیش ببری نیازه داری. خب یه چیزی بگم مثلا اوکی، ما میخوایم یه جوری کمک کنیم، اوکی، نمیخوایم دخالت کنیم تو زندگی کسی یا تو اعتقادات کسی. ما اینجا داریم با هم بحث و دوستانه میکنیم، این نیست که کسی دیس کنیم یا نکنیم یا بگیم تو باید اینجوری زندگی کنی، باید اینجوری حرف بزنی. داریم میگیم اگر دوست داری و داری به ما میگی که آره من چند سال پیش این کار کردم، اینجوری شد، ولی مردم منو انتخاب نکردن، به دروغای یه نفر دیگه جذب شدن، داریم میگیم اوکی راهش اینه، چیزایی که ما از این ور دیدیم میدونیم. اوکی، باید ببین، باید هر دوتا من